از هزارستان تا دریای زرد، از هزارستان تا یکی از شرقی ترین و یکی از توسعه یافته ترین کشورهای جهان، هزاره ها در کره جنوبی، این کشور مهم در آسیا و جهان چه می کنند؟ کره جنوبی یا کره جنوبی دارای یکی از پیشرفته ترین و پایدارترین اقتصادهای جهان می باشد. این کشور یکی از پایه‌گذاران اصلی ملت‌های دیجیتال است و یکی از پیشتازان عرصه دولتداری الکترونیکی، جایی که شرکت‌های بزرگی همچون سامسونگ الکترونیکس، کیا موتورز، هیوندای موتور در آن کشور متولد شدند. اما روزگار هزارها در کره جنوبی چگونه است؟ جمعیت و پراکندگی جمعیتی هزارها، وضعیت اقامت آنها، کار و بار آنها، درس و تحصیل آنها، وضعیت زنان هزاره در آنجا، نحوه و سطح تعامل هزارها با جامعه کره جنوبی چگونه است و آیا آنها از محیط و فرصتی که برایشان در یکی از مهمترین کشورهای جهان فراهم است برای دیالوگ سازنده با نهادها و سازمانهای ملی و بین‌المللی درباره مسائل حقوق بشری هزارها و مردم هزارستان استفاده می کنند؟ برای پاسخ به این پرسش ها گپ و گفت زنده با آقای نجیب بیگی، یکی از فعالان هزاره در کره جنوبی داریم. از آقای بیگی عزیز می خواهیم که در استودیو تشریف برنند. خوش آمدین نجیب جان به برنامه گپ و گفت های بین رشته‌ای. در ابتدا اگر سلامی درودی با بیننده ها دارین بفرمایید. بسیار زیاد تشکر کامران میرهزار برام دیگه. سلام و خدمت شما و تشکری از اینکه مرا دعوت کردین و سلام خدمت همه دوستا و خصوص قومونا که در هر جای جهان هستن و صدای ما را از شهر اینچان که یکی از شهرهای مهم کره جنوبی و نزدیک پایتختش هست اینجا میشنوند. در خدمت شما هستم. از پایتخت چقدر فاصله داره جایی که هستن؟ سئول، از سئول از پایتخت تقریبا 25 دقیقه یا نیم ساعت. امی سئول متروپولیتن، امی شهرهای گرد و برش، اینا همگی یک نتورک. کره جنوبی یکی از بهترین پابلیک ترانسپورت های جهان دارن. باز امی سیستمشه، باز یک سیستم متروی خیلی خوبم دارن که مثلا بسیار ارزان هم است، بسیار خوب هم است. دیگه باز از طریق همون مترو ما میتونیم که بسیار زود در نیم ساعت در مرکز سئول، در سئول استیشن بریم، برسیم پیش قصر جمون. بسیار خوب، بسیار سپاسگزار نجیب جان از اینکه همراه ما هستی و در این برنامه در مورد هزارها در کره جنوبی اشتراک کردی. نخستین سوال درباره تاریخ و علت سکونت هزارها در کره جنوبی هست. آیا معلوماتی وجود داره که اولین بار هزارها در دوره معاصر کی به کره جنوبی وارد شدند؟ بله، خب من پیش از اینکه سوال جواب بدم باید یک اشاره کوتاهی به تاریخ خود کره کنم. در طول 50 یا 60 سال گذشته که اینا اولا یک جنگی با کره شمالی داشتن و کره جنوبی و کره شمالی هر دوش تقسیم شد و یک مرزی به وجود آمد و نیروهای آمریکایی در اینجا آمدن. همین ائتلافی که در افغانستان آمده بود، همین چنین ائتلافی اول در اینجا آمده بود با سرپرستی و رهبری آمریکا. بعد از او کره جنوبی تحولات زیادی داشت و باز میتونیم بگیم که کره جنوبی در همه جهان یکی از الگوهای پیشرفت و توسعه ادمی نیم قرن گذشته و مردم از اینا با تلاش و کوشش هایی که کردن تونستن کشور خیلی پیشرفت کنه. خب از این ما مفهمیم که در سال 1997-1998 بحران اقتصادی بسیار قوی در کره آمده بود
که اینا بزرگترین امی بلاوت پکیج هم از پیش IMF گرفته بودن که تقریبا 50 بیلیون دلار بود. باز این یک قصه بسیار جالبیه. اینا این 50 بیلیون دلار که از پیش IMF گرفتن، باز مردم کره با می اتحاد، با می هماهنگی که داشتن، امی مرکز ساول پیش امی قصر، همونجی کرگ ریاست جمهوریش است، یک چوکی است به نام گوانهمون. همه کره‌ای‌ها اونجا جمع شدن، انگشترا و گوشواره الماس و طلا و هر چیزی که داشتن کلیش رو جمع کردن، اینا به دولت کره دادن که ما نباید قرضدار باشیم. یعنی اگه ما یک ملت قرضدار باشیم یا آبروی ما میرنده. این مسائل کره‌ای‌ها خیلی جدیان و همی باعث شد که اینا قرضداری IMF کنن بدن. و از سال 2000 به بعد، امین 1990 و از به بعد و 2000، یعنی پیشرفت واقعی در این کشور بیاید. خواهدی معلوم میشه که یعنی از اون پیش کشور چندان اوضاع و وضعیت خوبی نداشته که کسی اینجا مهاجرت کنه. و طبق اطلاعاتی که من به دست آوردم و اینجا زندگی کردم و با همه هزاره ها که آشنا شدم، امی قومنای ما، امی از قوم ترکمان هم یزارای ما که تجار هستن زیادتر در دبی و در ژاپن، اینا در مثال 2000 و 2001 از ژاپن اینجا آماده بودن برای تجارت موتر فروشی. همین شرکت های هونده و کیا که کم کم نام کشیدن، باز اینا اینجا آماده بودن. که یکی از اینا به نام آقای امان است که من چند در پیش باش گفت دادم، میگفت من پدرم زودتر آمده بود، من خودم در سال 2002 آمدم. و در سال 2002 که ما آمدیم، ما برای تجارت آمده بودیم و اینج قومونا زیاد بود. ولی بعدن که این مسائل تجارتی کمی خراب شد و در سال 2008 بحران اقتصادی بزرگتر اما در آمریکا و که خیلی جایر گرفتن، خیلی ایلا کردن. و بعد از او در سال 2008 یک گروه از محصلین هزارم که 12 دانمو شد از طرف یک نهاد کوریایی اینجا آمدن برای تحصیل، که اینا آمدن و بعد از او امین نهاد میخواست افغانستان یک دانشگاه باز کنه و نتانستن با مشکلاتی که بودیده بود. باز امین نهاد یک دانشگاه در منگولی هم داره، International University of Mongolia هم تو یک نامی هستم. باز خیلی دانشجوهای هزاره را امزونجی برسیه میدادن در منگولی هم میبردن. یعنی میتونیم بگیم که اولین گروه از هزاره ها که آمده بودن در مثال 2000 و 2001 اینا به خاطر تجارت آمده بودن. و گروه بعدی کسی دانشجوها بودن که برای علم و اینا و اینا آمده بودن، برای تحصیل آمده بودن. کمی یک گروه 12 نفر آمدن. از او به بعد امی پراکنده پراکنده، چرا که دولت کره با پیمان امنیتی که با آمریکا داشت، اینا بازی تصمیم گرفته بود که ما در افغانستان نیرو نمیفرستیم، ولی دانشجوهای افغانی، کارمندهای دولتی افغانی، دکترای افغانی، اینا را اینجا برای ترینینگ و یا اسکولرشیپ میدیم که بیاین درس بخونن و اینا و اینا. و در این قدم پراکنده از قومونا و امین دوستا آماده بودن که درس خوانده بودن در طول سالها. ولی در طول امی سالای 2018 و 2016 که کم کم یکی از بچه دوستای ما به نام یاسین غبار که او از منگولیا اینجا آماده بود درس میخوند، بازو امی یک کارایی میکرد که مثلا بچه ها اینجا در دانشگاه داخل کنه، اما بچه ها در دانشگاه داخل میکرد و یک راهی را باز کرده بود که بیتونن محصلین از هاره اینجا بیه. دیگه یک چند 4-5 تا دوستا آماده بودن که بنابر مسائل اقتصادی و اینا اینا که آشنایی نداشتن، اینا هم تحصیلات خود نتانستن که دامه بیدن و با ویزه های مهاجرتی اپلای کردن. و بعد از او در سال 2018 به بعد که من خودم آمدم و یک گروهی 15-16 نفری دیگه در دانشگاه آمدیم، و از او به بعد دوستا همگی که اینجا آمدن با ویزه محصلی آمدن برای تحصیل. و اینا که برای تحصیل آمدن برای با مشکلات اقتصادی و اینا و اینا که تحصیلات خود ادامه نتانستن، زیادتر از اینا ویزه مهاجرتی گرفتن. و یک عده اندکی که مثل ما خودم و یک دوست ما به نام رضا و یک چند تای دیگه که تانیستیم تحصیلات خود ادامه بدیم. یعنی از سال 2018 و 2019 به بعد اینجی جمعیت ما یکم زیادتر شد و در میاخر که افغانستان سقوط کرد، دولت کره 391 نفر آورد که در میان 391 نفر یک 10 یا 11 فامیل ازی هزارگی بود. کسایی که در سفارت با دولت کره کار میکردن کلیشان هزارگی ها بودن که همونا را آورده بودن. دیگه
از این ما میتونیم ببینیم که دفعه اول برای تجارت آماده بودن، امیال مثلا کموتومی میاین که ما نمیشناسیم، گمنام هستن از دبی یا ژاپن برای تجارت میاین. دیگر زیادتر کسایی که آمده بودن برای تحصیل آمده بودن که تحصیل ادامه نتونستن بدن، باز ویزه مهاجرتی گرفته بودن. ببخشید صداش نداشت. آقای نجیب بله تشکر از تذکرتون. ویزه مهاجرتی شکلهای مختلفی باید داشته باشه، به چه شکلی؟ منظور از ویزه مهاجرتی چی هست در اینجا؟ خب اولا اینه که شما بدانید کره جنوبی یک شبه جزیره هم. مثلا ای خب اینا در سال 1990 چند درست یاد ندارم کمی مایده را با سازمان ملل امضا کرده بودن که ما مهاجر میپذیریم، ولی در اصل کره مهاجر نمیپذیرش. خیلی یک قوانین سخت مهاجرتی هم کره هم ژاپن داره. باز منظورم از ویزه مهاجرتی یک ویزه داره اینا به نام G1 G15 او ریفیوجی ویزه هم. G15 که تو میای عمود میدان هوایی که آمدی میتونی از این اپلای کنی، و وقتی که داخل خاک کره شدی و یک سال پیش از یک سال، یعنی در مدت یک سال اول باید در این ویزه تو اپلای کنی، و این ویزه 22-23 صفحه یک فرم دارن، فرمش هم خیلی ساده است، او را پرمونی با اسنادهای مبری در ایمیگریشن که من میخواییم برای ویزه ریفیوجی اپلای کنم، باز اینا او را قبول مونه. باز در این قدم که است دو سه رقم ریفیوجی، یکی است ریفیوجی هیمنیتریان است که مثلا کسایی که از خیلی کشورهای میاین که مثلا میگه ما گی رایتس اکتیویست بودیم یا مثلا مازی اکتیویست بودیم، ما کشورشان امنیت است، اونا را دولت کره مثلا ریفیوجی ویزا نمیده، هیمنیتریان میده. یعنی on the basis of humanitarian شما نمیتونین برای قبولی کره اپلای کنین، لیکن همینجا بشینین تا وقتی که اوضای کشورتان خوب نشده. ولی این G15 که است، یعنی تو رسمی کیس نوشته مونی که بر مبنای انزی مسائل ما جانم در خطر است، دیگه ما هیچ رفتن نمیتونم، دیگه باید این کیس ما پروسه شوه. و این ویزه اون G15 بعضی قانونشی است که تا دو سال اول باید تحقیقات چی شوه و تو برای انترویو صداش باید تو رو بخواهنی میگرشن، که در بعضی از مواقع یکی از دوستای ما در یک ماه دو ماه سه ماه خواسته، یکی از دوستای ما حتی 5 سال هم شده که نخواسته. اونا بعضی زیادتر دوستای ما رو در 2 سال خواستن، در مدت زمانی که کس دادن 2 سال که گذشته خواستن و انترویو گرفتن و خوشبختانه که یکی دی از اینا توانستن قبولی کره رو بگیرن با اونا قوانین بسیار جدی، و یعنی هفت خان رستم است که در کره قبولی بگیری، ولی می پس این یکی در دوستات هم نیستن بگیرن. بسیار خوب. در جالب است، پس او ویزا ها بیشتر به ارتباط داره به مهاجرت، منظور من ارتباط داره به پناهندگی و پناهجویی و پناهندگی. بسیار خوب. حالا پس یک دفعه که جمع‌بندی بکنیم، اولین گروپ هزارها که وارد کره جنوبی شدن برای تجارت آمدن و طبق گفته شما از ژاپن هم آمدن و در کره فعالیت کردن، بعد از او دانشجویان هزاره آمدن که باز یک تعداد از اینا درخواست به اصطلاح پناهندگی کردن در کره، درست است؟ همیشه بله. و بعد اینا کسایی بودن که در حال حاضر در کره بودن و بعد درخواست دادن، این رقم نبود که مثلا از به شکل راه‌های غیر قانونی وارد اونجا شده باشن، چون معمولا مسیر به اصطلاح پناهجویی و پناهندگی یک زمانی خب اروپا هست، به طرف اروپا از ایران و ترکیه و شرق اروپا و طرف غرب اروپا، و یک مسیر هم یک دوره‌ای بود که به طرف استرالیا و آب‌های خطرناک او مناطق اونجا بود، ولی به سمت شرق آسیا طرف کره دیگه او مسیر مهاجرت نبود. به همین شکل درست است دیگه نه؟ بله. این را من یک توضیح بدم که کره جنوبی یک شبه جزیره، شمالش کره شمالیه که ما در مرزشان هم DMZ دی ملیترایز زون هم رفتم که خیلی از امنیتی قوی داره دیگه. باز این گرد و برش هم که نیوی نیروی دریایی کره خیلی محکم میگیره، چرا که دست یک نمیدانم یک چند سال پیش یک کشتی از یمن آمده بوده مهاجرین اینجی،
باز اینا یک جزیره ای هست در جنوب به نام جزیره جیجو در اونجا آمده بودن. باز از او به بعد در داخل کره خیلی مثلا جنجال شد که ما مهاجر بپذیریم، خیلی هم ببخشین خیلی هم گفت نپذیرن. باز زمین جنجال چی شد که اینا خیلی محکم بگیرن، یعنی مثل که در استرالیا مردم ما رفتن یا اروپا می رفتن، اینجور رقم نیه. مثلا رای غیر قانونی نداره که تو بیایید اینجا. اونم یک راه، یک راهی بود برای ما که مثلا ویزه دانشجویی می گرفتیم اینجا می آمدیم. باز بعدن هر کس که تحصیل میکرد خود تحصیل هم کنی، راه قبولی وجود داره که باید درس بخونی، زبان یاد بگیری، کار پیدا کنی، باز قبول میکنن و اقامت دائمی و پاسپورت اینا اینا در مراحل دیگر. باز یک راه دیگهش که مثلا خیلی دوستان اتانستن همی پناهجویی بوده. از مسیر سازمان ملل و UNHCR که امکانش نیست و کسی نیامده از اونجا. این یک قصه جالبه. در یک 3 سال پیش مثلا یک بچه هزارگیر از چی آورده بود؟ از اندونزی. این بچه را که اینجا آورده بود و متاسفانه این دوست ما که اینجا آمده بود اونا ایرا از امزو کمپ که قبولی داده بود که آورده بود اینجا که ما تو رو پناهندگی میدیم و اینجا بیا و قبولی میدیم و ویزه دائمی میدیم، بازی متاسفانه که با ما آشنا نبود، با جامعه کره آشنا نبود، این دوست ما ای مثلا توسط همی کسای مثل تایلندی ها و ویتنامی ها و ازبکستانی هایی که اینجا بودن ایرا در کار ما بردن، تنخواه زیر از کم میدادن و با ای خیلی مثلا ناانصافی کرده بودن و ای خیلی چهره بدی از کره برای زیبا وجود آمده بود و ای خودش هم خیلی یک اکتیویست قوی است در اندونزیم که بوده، در اون زمان برای مهاجرین هزاره خیلی کار میکرده. باز امی مثلا خیلی در صفحه اینستاگرام خود در خلاف کره خیلی بد میگفت و قوانین مهاجرتیش اینا اینا، که باز بعدن دولت کره در اندونزی به نظرم آفر داده بود که بیاین در اینجا هزارگی ها را چندین دانشرن که بیاین در اینجا بیاین. باز اونا که کده زی گفت زده بود گفته بود شما نیایین، رقم از کره شما در شرکت ها مورد سرتان کار میکنه، اینا کارگر نیاز داره، اینا مثلا شما را حق و حقوق شما را مخوره و این رقم و رقم. باز اونا باعث شده بود که مثلا و آدم ها نیاین دیگه، تا جایی که من اطلاعات دارم. من خودم هم که ازی خیلی ششتم گپ زدم، حالی هم همی دوست ما عضو چند تا از گروه های مثلا سیویل سوسایتی برای ریفیوجی رایتس موومنت در کوریا عضو شست و دره و در این مسائل کار میکنه و حالا یکم نظریش تغییر کردم چرا که با ما آشنا شده و کار بهتر مونه و کف مزدش نمیگیره نه اینا. باز فکر مونه که نه کره واقعا جای خوبیه دیگه. از اونجا همی یک نفر آمد دیگه از پادکست نام. خب اون نتیجه به اصطلاح مذاکرات مستقیم کره جنوبی و اندونزی بود و یا ای که سازمان ملل هم در مابین قضیه واسطه بود؟ این سازمان ملل در قضیه دخیل بوده. اینا با سازمان ملل گپ زده بوده که مثلا ما را مهاجر بتین ما بیاریم. این یک چیز شما بدانیم که مثلا کره جنوبی پایین ترین آمار زاد و ولد دارن 0.7 که در مابین کشورهای OCD این پایین ترین آماره. اول ژاپن بود آل اینای و این مثلا نمی سیاست مدارا و پالیسی میکرهای کوریا را خیلی پریشان کرده و اینا هر چقدر هر کاری که مونن مثلا کوریا فرزند نمیارن، حتی که مثلا ما $1,000 میتیم شما را و این قدر تحصیلاتش فری باشه و خیلی حمایت میکنیم هر چیزی که اینا دولت وعده میشه و هر پالیسی که میاره این مثلا مردم قبول نمونه و میزان آن زاد و ولد ماه در ماه در او پایین رفته ریه و مرگ و میر بالا رفته ریه و یک کشور اقتصادی مثل کره که مثلا همی هیومن ریسورس دار و ندار از یه دیگه، باز برای اینا خیلی سخته که اینا اقتصاد خود پیش ببره و اینا حالا هیچ گزینه ای نداره به جز اینکه رو با مهاجرت بیارن و پالیسی میکرایش هم زیادترایش هم میره مگه که ما مثلا باید پناهجو بپذیریم، هر رقمی میشه بپذیریم. باز مسائل امنیتی و اینا ایناش هم دمیان هستن که مثلا خیلی میترسن که باز مسائل امنیتی پیش نیام. زی خاطر اینا با سازمان ملل در ارتباط بودن که مهاجر برای ما بیارین. باز همین دوست ما در اینجا خیلی یک نقشی چی بگم مثبت یا منفی دیگه اینجا داشت که مثلا اونا از اونجا آمده نکنسن. بسیار خب. در حالا به شکلهای ویزایی که یا اقامتی که هزارها در کره جنوبی دارن، خب یک عده با ویزه دانشجویی هستن، یک عده ویزه مهاجرتی هستن و یک عده ممکنه ویزه تجاری داشته باشن، درست است یا غیر از اینا هم هست؟
ای چی هم؟ آنا ویزه دانشجوی خود من خودم دارم با چند تا دوستای دیگه. ویزه پناهجوی خود یک ویزه جیوان است که اون اپلای مونن دوستا خیلی آمیالی دارن. دیگه یکی در دوستای ما که اینجا آمدن اما گروه 12 نفری که اول آمده بودن از میان از اونا یکی از دوستای ما آمیالی من میتونم بگویم که دمی دیگه کسایی که من میشناسم دمی کلی کره ما یک نفر داریم که پاسپورت کره ای داره گم امی عظیم است که مثلا خیلی سالا نشست زندگی کرده و ویزه پناهجویی اپلای کرده بود و قبول شد و گرفت و امی دو تا دوست دیگه ما دکترا کردن که نام یکیشان خب او ویزه که تو داری از دانشجویی به F2 تبدیل میشه از F2 به F5 تبدیل میشه F5 یعنی پرمننت رزیدنسی هم باز امورا که پرکدی یک دو سه سال که ششتی باز اینا برای پاسپورت کره ای اپلای مونی کمی دوستای من برای پاسپورت کره ای یک دو سه تاشان اپلای کردن باز در این میان میتونیم بگیم که یعنی بعد از باز امی در این سال گذشته و این سال تقریبا یک میتونیم بگیم یک 10-12 نفری همزی بچه هایی که ویزه پناهجویی اپلای کرده بودن اینا را قبولی داد یعنی ویزه دائمی دیگه اینا که باز بعدن بعد از 3 سال یا 4 سالی که زبان کوریش هم خوبتر شود باز اینا میتونن دخی کورین سیتیزن شوند یعنی آلی کتگری تنها ویزه دانشجویی و پناهجویی نیه ویزه پرمننت رزیدنسی دارن و یک نفر کوریایی شده دو نفر دیگه هم اپلای کردن که پاسپورت بگیرن چه شود یک چیز بگم که جمعیت ما اینجا خیلی کمه تقریبا 2500 نفر هم شاید نشه کل افغان ها شاید 1000 نفر باشن در کشوری که 50 میلیون جمعیتش خب راه برای از این که بتونن تابعیت کره جنوبی رو بگیرن باز هست به نوعی دیگه نه؟ بله. راه باز است امین که مثلا دانشگاه رو من خودم تمام کنم وظیفه پیدا کنم درآمدی که از 30 میلیون وان کره‌ای که تقریبا 25000 دلار یا 23000 دلار میشن از این که زیاد داشته باشم بازی باعث میشه که من ویزه اقامت دائمی بگیرم بس 3 سال یا 4 سالی که زندگی کنم و زبان کره‌ای من به یک سطح بالایی برسه و درآمد من یکم بالا بره باز من میتونم برای F5 و پاسپورت کره‌ای اپلای کنم که بخی مثلا چیشی رو بگیرم پاسپورت کره‌ای رو بگیرم راهش باز است و دن پس این به خاطر که جمعیت پایین آمده برای دانشجو ها امیرا را آسان تر کرده یکم زده یعنی کار میتن آیا در اونجا محدودیت هایی هم وجود داره برای کسانی هزارهای که ساکن کوریا هستن مثلا امکان یعنی با این تهدید هم مواجه هستن که دیپورت شون به کشور یا نه نه تهدیدی دیپورت نیه مثلا یکی از دوستای ما که اینجا آمده بودن به خاطر از این که هیچ آشنایی با این نداشتن که چطور کیس بنویسن و در دوران اینترویو چی بگوین چی نگوین اونا مثلا کیسایشان ریجکت شده دوره اول در دوره اول اونا منفی گرفتن و ریجکت شدن و اونا باز میتونن اپیل کنن و اگر خدای نخواسته در دوره دوم هم اینا ریجکت شون دوره سوم هم داره خب باز اگر دوره سوم اپیل نکردن اینا بر مبنای ویزه هیومانیتریان که سال یک دفعه تمدید میشن میتونن در کره تا 10 سال 20 سال بشینن و مهاجرت مثلا برن در پاکستان و افغانستان نه پاکستان و ایران و هر کشوری دیگه که بخواین برن و پس بیاین کارم میتونن بکنن در شرکت های کوریایی قانونی میتونن کار کنن درآمد خیلی خوب هم داشته باشن ولی مثلا دیپورتی در کار نیه دیگه دیپورت نمیکنن او که هزارهایی که در اونجا حالت پناهنده رو دارن یا پناهجو هستن در اونجا آیا از این به نوعی تراول داکومنت کره جنوبی در اختیارشون قرار میدن که اونا بتونن مسافرت بکنن در کشورهای دیگه؟ امی دوستای ما که کساشون قبول شدن و ویزه از جیوان که قبول شدن و اینترویو را پاس کردن که F2 شدن اینا را کلیشون تراول داکومنت دادن من امی 6-7 تا دوستای من که چند در پیش اونا قبولی گرفتن اینا همیشون تراول داکومنت کوریایی گرفتن و با اون تراول داکومنت میتونن آیا ارزشش به تقریبا اندازه اون پاسپورت کوریایی است و نه او حتی راجستر هم نیه در دولت کره یعنی در سیستم اصلیش هم راجستر نیه مقصد دوستای ما رفتن ژاپن رفتن با ایران خیلی زیاد رفتن یکی از دوستای ما چند در پیش ایران رفت در روسی کرد با همسر خود دوباره برگشت و گفت من در
میدانوایی میگفت که تو اقامه کره ای از کجا گرفتی؟ من سر چاو گرفتم از کجا گرفتم؟ من اونجا سالها زندگی کردم در کره جنوبی. دیگم با تریول داکومنتش مش سفر کرد، ولی او ارزشی که پاسپورت کره اخ ارزش دومه در جهان، لیکن او ارزش نداره. ولی خب استفاده میشه در میدان های بله بله بایومتریک و ایتور چیزا داره دیگه. بله بله اوناش کلش رسمیه استاندارد هایی. بسیار خب، جمعیت هزاره ها شما گفتن افغان ها، خب هزاره ها اوغو نیستن، اوغو یا افغان نیستن، افغان ها یک گروپ دیگه هستن و او متاسفانه کشور ما هم دوزخی را که جور کردن نامش هم افغانستان ماندن. میبینیم که وضعیتش چطور است و هزاره ها در همه جا، هزار نه تنها هزاره ها بلکه دیگران هم سرگردان هستن، گرفتار جنایات سیستماتیک. باز هم کسایی که باز تاکید برن و افغانیت و اسلامیت دارن میباشن. جمعیت هزاره ها در کره جنوبی چه تعداد هست؟ من ایره پیشتر گفتم که جمعیت یعنی کل همه افغانستانی که بودیم، افغانستانی ها تقریبا 1000 نفر موشن، 1050 نفر یا این طرح. چند در پیشی که من در یک کنفرانسی رفته بودم که از طرف اونا چی بود، از طرف یک مؤسسه برای مهاجرین و ایمیگریشن کوریا بود، 997 این طرح بود که بازم پسین خیلی از دوستای ما هم رفتن عروسی کردن، همسرای خود آوردن و همین خانه خود ما هم فرزند شد، چند تا از دوستای دیگه ما هم، بعضی از کسایی هم که اینجا آمده بودن از طریق همین برنامه تخلیه اینا بعضی از اعضای فامیلشون آوردن، همینا به 1050 یا 60 نفری رسیدن دیگه. این کل است، یعنی تاجک، پشتون، هزاره و ازبک، و در این میان میتونیم بگیم که یک همین کلش جمعاً یک 250 نفر هزارگی هستن که خوشبختانه ما در قد هزارگی ها کسی غیر قانونی نداریم، ولی پشتونا که سالهای قدیم آمده بودن که مثلا تو ویزا گرفته بودن یک نور اینجا آمده بودن، یک 70 نفر غیر قانونی هست در قدشان، 70 نفر. هزارگی ها کسی غیر قانونی نداره، من کلیگشان رو میشناسم، هیچ کسی ما غیر قانونی نداره. شما گفتن حدود 250 هزاره در کره جنوبی هست. بله. و اشاره کردین که خب کسایی که فامیلای کوچک کوچک که آمدن در اونجا و اینا صاحب فرزند شدن در کره، فرزندشون وضعیت اقامت و تابعیت فرزندشون از پدر و مادرشون تبعیت میکنه، یا در کره قانونی هست که او فرزندانی که در کوریا به دنیا می آیند مشمول قانون دیگه ای شوند؟ نه نه، اونا چیه؟ یعنی افغانی حساب میشه. اونا در چی مثلا ما به نظرم در امریکا اگر کسی به دنیا بیاید امریکایی حساب میشه در ذاتر اونا استیتسی، ولی کره جنوبی چنین نیه. کره جنوبی هر کسی که به دنیا بیاید او باید امون پروسه خود بوره مثلا پاسپورت بگیره برای فرزند خود و بره در ایمیگریشن برای کاردش اپلای کنه، و مو کاردی که پدر و مادرش داره یا مو ویزهی که پدر و مادرش داره، کارد اقامه، اگر مادرش ویزه جیوان داشته باشه جیوان میته، یا اگر پدرش ویزه دانشجویی داشته باشه با اونا یک ویزه F3 میده که یعنی دیپندنت اینا دیگه هیچ چیزی نمیده. ایران به این خاطر که دم پسین سرزی کار میکدن که ما یک کاری کنیم کسایی که اینجا در دنیا میه قوانین کم تغییر بدن، ولی داخل کره جنوبی یک جمعیت بزرگ از چینایی ها زندگی مونن و همچنین از کشورهای دیگه ساوت ایست ایشیا مثل فلیپین و ویتنام و اینا. باز کره ای ها چندان موافق نیه که مثلا ای اگه این قانون شوه خب خیلی چینایی ها میتونن شهروندی کره را بگیرن، و اینا با چنین چیزی موافق نیه مردمشان، و دولت هم چنین چیزی نمیتونه. یه چیز ما شما بفهمیم که 99 یا 98 درصد جمعیت کره اتنیک کوریان زنینا اینجی، یعنی 99-98 درصد از این کشور کوریایی خارجی خیلی کم هست در کل از این کشور دیگه. همسو خاطر یعنی گب خارجی چندان در اصلاح آمی چلش نداره در این کشور دیگه، همسو خاطر اینا قبولی نمیتن یا او را با قانونی دیگه چی نمیتن، این پروسه قبلیه. درست است. در هزاره هایی که در اونجا به نوعی پناهنده یا پناهجو محسوب میشن یا پناهنده هستن،
آیا اینا در کمپ زندگی میکنن یا نه در خانه هایی که خودشان پیدا کردن و میتونن کاروبار بکنن؟ چطور است وضعیتشان در این قسمت؟ این بسیار جالبه. مثلا اگر شما وقتی که بیاین در میدان هوایی اینچان اینترنشنال ایرپورت، اگر اونجی که داخل شوین و در ایمیگریشن بگین که ما آمادیم برای پناهجویی، خب شما را از اونجا میگیرم و برای در کمپ میندازم. و ایران من میتونم بسیار واضح بگویم، مثلا ما هیچ کدام ما چنین آنها تجربه ای نداشتیم که در کمپ بریم، ولی یکی در کسایی که از آفریقا آمدن، یکی در کسایی که از کشورهای عربی آمدن که رفتن، هیچ مثلا آنها چی تجربه خوشی ندارن از او کمپ ها، چرا که بسیار بد بایشان رفتار میکده. و یک چیز دیگر هم بدانیم که وقتی شما طرف شرق میایین، فرهنگ و از همه مهمتر غذا 160-180 درجه تغییر مونه، بطول یک غذای دیگه یه. او در داخل کمپ های غذای کوریایی را که میدن، مثلا برای یک آدمی که تازه از کشورهای عربی و همین یک افغانی که میایه، او بسیار عجیب و غریبه، هیچ مزهی نمیداده دهنه، او شایدش نخوره، همزو خاطر تجربه خوشی نداره. ولی این قومونا و خود ما، ای دوستای ما که آمدن، این که یک چیز خیلی خوبه در کارم، تو که برای ویزه مهاجرتی پناهجویی اپلای مونی، اینا خو آمدن اینجا دانشجو بودن یا یک ماه دو ماه سه ماه یک سال شش ماه درس خوندن، بعد از او اینا رفتن برای ویزه پناهجویی اپلای کردن. با او را که اپلای کردن، اون مدا اتاقای خود بودن. یک خوبی همیه که در کوریا کار زیاده، ای که تو برای ویزه پناهجویی اپلای مونی، شش ماه اول اجازه کار نداری و شش ماه بعد میتونی قانونی بری در شرکت کانترکت کنی و کار کنی. و کارم که کنی، یعنی کار خوب، یعنی کارگر خوب باشی، یک $3,000 آمریکایی میتونی درآمد کنی. در ما $3,000 هم زیادتر، تا $3,200-$3,300 هم درآمد کنی، یک کارگر میتونه درآمد داشته باشه در اینجی. و اون وقتی که در شرکت کار کنی و قانونی باشی، شرکت اجازه داره که برای بیمه صحی بگیره. در غیر از صورت اگر بیکار باشی، مهاجر اجازه نداره که بیمه صحی داشته باشه در کره. و من خودم در این مورد خیلی با نهادهای کوریایی سر صدا کردم، تا با ایمیگریشن خیلی صدای ما بالا هم رفته بود که یعنی شما چرا مهاجرین اون بیمه صحی نمیدین دیگه. اون رقم این دوستای ما یعنی مشکلی نداشتن و هیچ تجربه ای از کمپ نداشتن، یک در کمپ نرفتن، دو همه از اینا که اینجا در ویزای پناهجویی اپلای کردن، اینا پیشا پیش کار پیدا کرده بودن و همی ما تانستیم که یعنی یک دفعه که می آشنا شدیم با جامعه، مثلا شخصا من خودم و یکی از دوستای دیگه ای که من در بخش تحصیل و بعضی دوستای دیگه در بخش پناهجویی که کار پیدا کردیم، مشکل ما زبان بود، نه زبان بلد نبودیم و کار پیدا کردن برای ما خیلی سخت بود. و یکی در کسایی که ویتنامی بودن یا تایلندی بودن یا اینا که در شرکت ها سرکارگر بودن، تنخواه بچه ها را دزدی میکردن، حقوقشان را کم میدادن اینا. باز بعدن که ما بلد شدیم، یعنی هر کسی که میامد، ما برایش دو گرد میگفتم: برادر تو اینجا برای درس آمدی یا برای کار؟ اگر برای کار آمدی، خواهی یک دو ماه سه ماه ولی زبان کوریایی تا بخوان که سلام و علیکم و علیکم و کوریایی را یاد بگیری، یک بله و نه را یاد بگیری، بعد از او ویزه پناهجویی تا فرمش پر میکنه بچه ها برایت یا خودت پر کن، برو برای ویزه پناهجویی اپلای کن، کارم اونه ده ماشین بیشی برو در کار، اون میگه کلی قانون است، بچه‌ها در گیس کردشان برو کار کن. و بچه‌ها خیلی هایشان برای کار آمده بودن در کوریا خودشان و هیچ تجربه از کمپ ندارن و رفتن کار کردن و از خود اتاق دارن، در اتاق زندگی مونن و درآمد خوبی هم دارن. میشه از این 250 تقریبا 250 هزاره ای که در کوریا هست، میشه تفکیک کرد که چه تعداد از اینا دانشجو هستن، چه تعدادشان کار میکنن، چه تعدادشان کودکان هستن، چه تعدادشان زنان هستن؟ میشه این تفکیک کار انجام داد تقریبی؟ حالا اگه دقیق وجود نداره معلومات، من ایره میتونم بگویم که مثلا اول خو همگی دانشجو بودن، بجز امی ده دوازده فامیلی که در دوران تخلیه آمدن، همگی دانشجو بودن. و از این میان ما دو نفر دکترا داریم که یکیشان هم لکچرر است و هم کار می‌کنه در بخش کامپیوتر ساینس درس خواندن و خیلی از یکی از دانشگاه‌های برتر کوریا اونا دکترا گرفتن هر دو تایشان. و چند تا از دوستای دیگه ما مثلا میتونیم به داده یک
25 یا 30 نفری بودیم که ماستری گرفتن و در این میان چندین دانه از اینها که کوریایی خوب بلد بودن، اینا مثلا وظیفه گرفتن در خیلی شرکت های خوبی کوریایی کارم مونن و لیسانس هم داریم دیگه. دقیقت آنا دوستایی هم داریم که مثلا آنا مهاجرین دیگه در پسین زیادتری دوستای ما که زبان کوریایی میخواندن برای ویزه پناهجویی اپلای کرده بودن که اونام جمعیتشان زیاده دیگه، یعنی میتونیم بگیم دمی خانه 100 نفر است که از میان از اینا یک میتونیم یک 15 نفر از اینا به نظرم قبولی گرفتن که خیلی مهمه. مثلا در کشوری مثل کره که سالانه 10 یا 20 نفری را قبولی میده، در یک سال اگه مثلا 6 یا 7 تا نظرگی قبولی گرفته، این خیلی یک آمار بلند بالاییه که مردم دست کم نگیره. باید دیگه روی دیگه در میان فامیلا بجز یک 7 8 تا از دوستای ما که مثلا همسرای خود آورده مثل خودمون یا چند تا از دوستای دیگه ما قبولی گرفته، دیگه همین 10 فامیل در 12 نفری که آمده بودن اینا هن. دیگه تعداد خانوما خیلی کمه، مثلا تعداد خانوما رو کلشان شاید تا ببینیم که آنا با همی دخترهای خورده که دختر خودم است و یک چند تای دیگه، شاید بگیم در 25-30 نفر 30 نفر باشن دیگه، آمار همگیش مثلا مردایه. بسیار خب، بیم یک معلوماتی بود در مورد جمعیت و نوع اقامت و ویزای از اینا و چه تعداد زن هستن، چه تعداد مرد هستن و کودکان چه تعداد هستن در موبایلشان. هزاره ها در کوریا کسایی که خوش شما اشاره کردین که دانشجو، ما دانشجو خود داریم و یک تعدادی هم که کار میکنن در اونجا و دانشجویان ما هم کار میکنن در اونجا، بیشتر به چه کار و باری هزاره ها مشغولن در کوریا؟ همین دوستای ما که ویزه پناهجویی دارن اینا خود شرکت ها کار میکنن، شرکت های تولیداتی هست. شرکت های تولیداتی ها که کار مونن، بعضی هایشان روز کار مونن، بعضی هایشان یک هفته روز یک هفته شب کار مونن. و کسایی که یک هفته روز یک هفته شب کار مونن اونا مثلا میتونیم بگیم که درآمدی تا $3,000 $3,200 دلار داره، اگر به دلار حساب کنیم. این کسایی که تنها روز کار مونن بستگی به کارشان دارن، بعضی هایشان $2,000 $2,600 یا $2,500 هم میتونن درآمد کنن در ماه. باز اونیه دیگه همی دوستای ما که مثلا زبان کوریایی که بلد باشه باش. یعنی دیگه مواقع برای چانس ها خیلی زیاده. دوستای ما که مثلا زبان کوریایی بلد بودن اونا هم اقامه دائمی گرفتن، هم یکیشان همیال در یک از شرکت های خیلی بزرگ سکین کیر کار میکنه، دوتایشان هم پروگرامره. یک از دوستای ما که با من یک جای آمده بود در بخش کامپیوتر ساینس فارغ شده بود، اون همیالی در یک ستارتاپ شرکت تازه وظیفه پیدا کردن. و دیگه یک چند تا دوستای ما تازه دولت کره یک ویزه دیگر هم انتدوس کرد که گفت مثلا کسایی که لیسانس یا ماستری دارن و زبان کوریایی مثل امتحان آیلز یک امتحان داره به نام تاپه که 6 نمره داره، مثلا 3 بگیره، 3 که داشته باشه باز میتونن برای اقامه دائمی کره اپلای کنن و کار پیدا کنن و 5 سال که کار کردن ما اقامه میدیم. در این میانم یک 3-4 تا از دوستای ما موفق شدن که وظیفه های خوبی بگیرن در بخش های دیگه. اینا مثلا ایتو چی حساب نمیشه، کارهای فابریکا و شرکت نه، کارهای خیلی خوب مثل رسمی و دفتری حساب میشه. و دیگه کسایی که دانش جوی مثل خود من مثلا خب مطابق قانون دانشجو حق کار خیلی کم دارن، مثلا هفته 25 ساعت بود به خاطر کمبود کارگر دولت کره 35 ساعت کرد، ببخشید 35 ساعت اجازه داد که دانشجو کار کنه و در دوران رخصتی های تابستانی و زمستانی فول تایم میتونن کار کنن. باز من خودم شخصا در شرکت لاجستیکی کار مونم، همین خب اینجا آنلاین شاپینگ در کره خیلی فاست هم است، خیلی تیز هم است، خیلی زیاد هم است. باز ما همین جبه ها رو پکینگ میکنیم یا اگر به صورت آمیانه بعضی وقتا تو بگیم جولی گریم مونیم، همی مترا را پر مونیم داخلش مندازیم. اگر من مثلا قانونی برم کار کنیم در یک رستوران اوقدر درآمدی ندارم که هم خرج فامیل خود بدم هم خرج تحصیلات خود. ولی چرا که کارگر در کوریا کمه، دولت کوریا ایمیگریشن یعنی نمیره از پشتی کسا نمیگرده که تو چی کار مونی چی کار نمونی، یکم آزادی است ای بخش و دانشجوها میتونن کار کنن که
خیلی هم در فامیل خود در افغانستان پول میفرستن و هم مخارج تحصیلات خود بیرون میره. یا مثلا شخصی مثل خود من، هم همسر من هستم، دختر من هستم، هم خودم مخارج خانواده و اینا میشه. یعنی کارهای روزمره مونن. ما حتی در مزرعه هم کار کردیم، در فارم کچالو چیندیم، پیاز چیندیم یا هر چیزی دیگه جمع کردیم، مرغ چیندیم. مثلا خانای 80 90 یا 100 دلار تنخوا میدادن، روزانه کش ما رو میدادن، ما رفتیم کار میکردیم. کارهای مختلفی هستن، ولی کسایی که زبان بلدن کلیشان وظیفه‌های خیلی خوب به شرکت‌های خیلی خوب پیدا کردن که تحصیلات داشتن. شما گفتن یک تعداد از هزارها از ژاپن به کره اومدن برای کار و برای کار و تجارت. هزارها در اونجا از خودشان بزنس دارن در کره؟ بله، اونجا در گذشته خیلی داشتن، خیلی بودن. یعنی همین تجارتی را که اونا از ژاپن موتورهای تویوتا را میگرفتن در دبی میفرستن یا پرزه میفرستادن، اینجا هم هست. همیال هم یک دو نفر یا سه نفر از قومنای ترکمو هستن که می کارا را مونه، لیکن خیلی کم شده. ما اکادمی دوستی ما که رفتم گپ زدم در موتور فروشیش، او گفت اینجا ما برادرای ما بود، کاکای ما بود، پدرم بود، گفت اینا همگی جمع کردن رفتن ژاپن. گفتن یک ما تنها موندم و چند تا دوستا دیگه شهرای دیگه. آلی دمو بخش موتر زیاده می پشتونایه، یعنی هزاره ها در او بخش دیگه نیند دیگه، اینجا اعلام کردن کلیگشون رفتن ژاپن. در حالا مثلا اون موتر پرزجات موتر روان میکردن در جای دیگه. در کوریا خود یک کشور صنعتی خیلی کلان هست در عرصه های مختلف، مثلا همون سامسونگ خودش یک شرکت کلان است، نمایندگی ها همه جا. بله بله. در اون قسمت ها فعال نیستن هزارهای ما؟ نه، اینجا در اون قسمت ها فعال نیست. اتفاقا که سال پیش یکی از قومونا از دانمارک آمده بود اینجا، در یک نمایشگاه های غذا بود در ساول که من رفتم باش دیدن کردم و ششتم گپ زدم. اونا گفت ما تازه در دانمارک چی کردیم، یک عمده فروشی غذاهای آسیایی درست کردیم و از کره جنوبی، ویتنام، تایلند و دیگه کشورها میاییم غذاهای از اینا رو میخریم و مو بریم در اونجا در عمده فروشی خود. گفت حتی ما در رستورانای کوریایی که در دانمارک هستم در عمده فروشی خود باشم میدیم. و این برای من بسیار یک گبی نیکی بود، یعنی واقعا یعنی یک قدم خیلی خوب. یا چرا که در پسین در کوریا این خوب مسائل موبایل و اینا و اینا یک طرف، یعنی یک وسایل میکاپ آرایش این کوریا خیلی بالا است. یعنی یک خوب ما لکجوری برندز داریم که از ایتالیا و اسپانیا و اینا و اینا، از او پایین که بیاییم باز یعنی در بخش سکین کیر و در بخش و لوازم آرایشی که با قیمت ارزان و کیفیت بالا است کوریا حرف اول میزنه در جهان. این بخش و دیگر در بخش اونا یک دمی بخش خیلی خوبه. دیگر در بخش همین غذاهای کوریایی به خاطر همین شهرت و پاپولاریتی اون آهنگ ها که پاپ و که دراما، مردم امروز در سراسر جهان مثلا همین رامیان و میگی و کیمچی و اینای کوریایی را خیلی میپسندن. و می آجی صاحب که از دانمارک آمده بود گفت ما می کار شروع کردیم و توکل به خدا گفت خوب پیش رفته رئیس را برای. یعنی در این بخش میکنن که اولونا از استرالیا بیاین یا مثلا کشورهای اروپایی بیاین در اینجی و دولت کوریا اتفاقا خیلی حمایت مونه. همی آجی صاحب که آمده بود من باش که گپ میزدم گفتم این بخش آنها که مخصوص تجارت است از سفارت کوریا، گفت ما در این نمایشگاه که آمدم آن 60% یا 50% پیسه تیکیتی مرا دادن و دو شو یا سه شو که در 5 ستار هتل ما استی میکنم کلی پولیش هم اینا داده. یعنی در این بخش ما خیلی همکاری مونه و شما شاید راه ها را پیدا کنین که بیاین در اینجی و مثلا ببینین در کشورتان که آیا واقعا وسایلی که از اینجی در اونجی مبرین و درتان میخوره در تجارتان یا نه. این مورد باز دولت کوریا خیلی همکاری مونه، میتونین با سفارتش گپ بزنین و سفارتش پرسان کنین، اونا بخش مخصوص داره که با شما همکاری مونه. خب برای هزارهایی که بخواین با کوریا تجارت داشته باشن و داد و ستد انجام بدن دیگه چه توصیه های شما داره؟ اینجی در پسینم یک چند تا امی چند روز پیشم یک چند تا از قومونا از هنگ کنگ آمده بود، یک نفر دو نفر از دبی هم آمده بود. خب اینال من خودم شخصا مثلا اونا در مورد فیلد کنا تجارت مونن نمفهم، ولی
طبقی که ما بازار دیدم نه؟ مثلا ما یک بچه پاکستانی خوب ما در پاکستان کلان شدم، مردو خیلی خوب بلدم و روسی بلدم و زبان انگلیسی من خیلی خوبه و ما طبقی کردم زی بچه پاکستانی که گپ میزدم این مثلا چی داشته؟ یک شرکتی امی لباس های لیلامی را که جمع میکنه کنه را اینجی گارد میکرد بستبندی میکردن از اینجی میفرستاخت دن در پاکستان و مثلا در کراچی و در بنگلادش و در هندوستان و در دیگه جایا کمی نفر خودش میگفت من می کارم اینجا شروع کردم و خیلی کارم خوب شده. یکی دیگه ما شخصا اگر نظر خودی ما رو مپرسیم مثلا کسایی که تجربه رستوران دارن در یک کشورا مثل استرالیا و اروپا اینا اگر بیاین یک رستوران خوب در اینجا واسه کنن خیلی خوبه. چرا که سیول همی سوول متروپولیتن 30 میلیون جمعیت داره و این 24 ساعت بداره. یک کشور خیلی کوچک، یک ساحه خیلی کوچک، 30 میلیون جمعیت و دومن آنلاین دلیوری خیلی فاست داده کوریا، خیلی تیده. یعنی تو 3 بجه شب هم از خواب بدار شوی، گوشنه شوی، در او که بیلنی چکندم پشت خانه در 15-20 دقیقه میرسن و به این موردم اینا خیلی پیشن که دمی پسیل من خودم میبینم که آمار خارجی ها در او زیاد شده. مثلا ازبکستانی ها یک دانه رستوران اینجا واس کرده بود، خیلی همین تو رستوران فنسی کمی مثل عربا که یک دانه گسپند هم میگیره کباب میکنه و در وسط میگذاره و اینا اینا. بازم کسی که مدیر ازی بود که از من در دانشگاه در بزنس ادمنستریشن اجای میخوان بازی طرف من سعی میکرد میگفت نجیب we have a very big problem، ما مشکل بزرگ داریم. ما گفتم چیه؟ گفت our restaurant is halal، گفت رستوران ما حلال رستورانه ولی ما استیک میدیم و کباب میدیم اینا کوریایی ها که میه مثلا میخوای شراب اینجا چی کنه نه؟ مگه باید که ازی شراب باشه ولی ما اینجا دو گزینه مندیم که چی کار کنیم. باز من گفتم نه، شما می بخش حلال خودم ما کم بگیرین، خوب سرش کار کنین، منیوهاش زیاد کنین، یعنی رستوران فنسی تر کنین. اینال امون یک رستوران خیلی مشهور شده، حتی سفارت های بزرگم که مهمانی میگیرن اینا را دعوت مونن. چرا که خیلی کمه در کوریا نیه، خیلی کمه. یعنی امون رقم رستوران حلال بیش نیه یک و امون یک دانه. یعنی کسایی که تجربه را دارن بین در اینجی ببینن، خوب از نزدیک ببینن، جاها را سعی کنن. خوب کسایی که کارا را کردن خصوصا در بخش رستوران من میتونم بگویم که من مثلا سه دانه مامایم در استرالیا من نانبایی دارنم، رستوران دارن، زندگی خیلی خوب داره. من مامای خورم گفتم که تو سال دیگه اگر میشه یک چکر اینجا بیا شما تجربه دارین میتونین ببینین که چرا خمسته. باز دیگاهش را آدم موشه که یک دو کارا را پیش رو بره. یعنی بخش رستوران و اینا میتونین سرمایه گذاری کنن یا کسایی که در این بخش سوپرمارکت یعنی مارکت های استورای کلان که دارن. چرا که در داخل سیول من یعنی میبینم دو دانه ایخ و کاسکو و اینا هست، لیکن امی شهروندای خارجی عامی که زندگی مونه مثل دانشجوها و آره یک دانشجو نمیشه از کاسکو برا خرید کنه نه، ولی دانشجوها و اینا که زندگی مونه امی یک مارتای بزرگ خارجی که باز کنن در بعضی از جای سیول این خیلی چالش داره. چرا که نیه، یعنی تو آنلاین میتونی بخری که بیای، لیکن یعنی در دسترس نزدیک. مثلا امی سپلای گوشت حلال در کوریا خیلی کمه. اینجا ازبکستانی هسته لیکن مثلا گوشت حلال یخ زده ای که این از چند سال است میاره، لیکن در این بخشا که اگه بیاین در اینجا ببینن یک اپورتونیتی خیلی خوبی هستن برایشان سرمایه گذاری کنن و امی بازار رو ببینن و اینجا نفوذ کنن در کوریا جنوبی و بعدن که در اینجا بودن از اینجا خیلی چیزا میتونن بفهمن که از اینجا در اون طرف چه رقم هستن. خب البته که خب این گپایی که در این موارد زده میشه خدمت بینندگان باید گفت اینا اصلا توصیه اقتصادی برای کسی محسوب نمیشه. خود هر کسی میخواد کاری انجام بده خودش بره و تحقیقات خودش را انجام بده و با همون منابع دقیق و مشخصی که پیدا میکنه بر اساس از اونا تصمیم گیری بکنه. نجیب جان، آیا فکر میکنی که صنایع دستی هزارگی در کوریا بازار داشته باشه؟ نه، ای امی کوریایی ها که هستن خب امی نسل امی یک نسل دو نسل از اینا خیلی پیشرفت کردن نه و خیلی غربگراشتن و یک استایل و یک ترندی خاصی خود دارن این کوریایی ها. اگر مثلا در سریال ها و در بخش کپاپ و اینا ببینی
او بخش اینا خیلی پیشن. دیگه در اینجا ما نمیتونیم بگیم که مثلا ما از هزارجات بیاریم مثلا اونا هزارستان صنایع دستی هزارگیر اینجا بیاریم، در اینجا نه، او چیزا برای ازنا چی نداره، قابل قبول نیست و بازاری نداره. یک سوال دیگه، زنان هزاره در قسمت تجارت و کاروبار چقدر فعال هستن؟ اولا خود اینجا زنان جمعیتشان خیلی کم، و دومن امی یک ده نفری هم که آمده بودن با این فامیلا، خب اینا هر کدامشان دو سه دانه فرزند داشتن، اون فرزندهای خیلی خرد و کوچک که اینا مصروفی از اونا بودن. ولی دمی پسین من دو سه تا از دوستایم که قبولی گرفتن، اینا همسرایشان برایشان کار پیدا کردن در شرکت‌های تولیداتی که تنها زنها کار مونن، در اونجا رفتن کار مونن. یعنی بنا به اون جمعیت کم و اون تاریخ کمی که موجود داره میخوام، و همچنین مشکلات زبانی و اینا، اینا این یک استارت خیلی خوبیه برای زنا. دیگه او تو زنای ما نداریم که تجار باشن یا چی باشن، یک سه چهارتایی که مثلا تازه زبان کم یاد گرفتن و فرزندانشان یکم بزرگ شده که در کودکستان مورن، اونا تانستن که در شرکت ها برن، شرکت های تولیداتی کار کنن. بسیار خب، من آلی تقریبا نزدیک یک ساعت شد که ما در خدمت شما هستم، در بخش بعدی میرم در مورد درس و تحصیل هزاره ها در اونجا. خب جمعیت از 250 تن هزاره ای که تقریبا 250 هزاره ای که در کره جنوبی هست، یک تعداد قابل توجهی از اینا دانشجو هستن. بیشتر در چه رشته های درس میخوانن و در چه مقاطعی؟ ما بالاترین آمار دانشجو را در بخش ماستری داشتیم که زیادترهایشان هم بزنس خوانده بودن، بزنس منیجمنت، و اینا بنابر از اینکه مثلا بزنس و کامپیوتر ساینس ها در کره در زبان انگلیسی درس میکن، یعنی زیادتر تقریبا همه رشته ها به زبان کوریایی هست، یک یعنی بزنس و انترنشنال بزنس منیجمنت و کامپیوتر ساینس در انگلیسی درس داده میشن، که تقریبا همه دانشجوهایی که در بخش ماستری آمده بودن اینا کلگیشان چی میخوانن؟ بزنس منیجمنت میخوانن. من خودم مثلا فارغ التحصیل بزنس منیجمنت هستم، من خیلی علاقه داشتم که میرشته اینوویشن این استراتژی را پیش ببرم، چرا که پروفسوری داشتم از دانشگاه وارتن، دکترا داشتم در بخش اینترنشنال استراتژی این اینوویشن، بازی خیلی خوشم آمده بود از این، و او مثلا منتوری من بود، ادوایزر من بود و خیلی کتابارم مرا میداد میخوان، ولی بعدا کمی سقوط صورت گرفت. باز من یک فعالیت های اجتماعی و سیاسی انجام دادم در کوریا، بازی توجه مرا زیادتر طرف مسائل همچنین انترنشنال دیولپمنت و اینا و اینا برد، که الان من ماستری خود در بخش روابط بین الملل شروع کردم، ولی اون همو کانسنتریشن از من پولیتیکال اکانومی و چیه انترنشنال دیولپمنت که سر زوم زیاد توجه دارم. دیگه دوستای ما که ببخشین یک دختر هزارگی هست که دکترا میخونه در بخش کامپیوتر ساینس، از یادم رفت که بگم، دیگه یک دختر دیگه هزارگیم که بورسیه گرفته بود پیش از سقوط، اون در دانشگاهی که من میخونم اون کامپیوتر ساینس میخونه. دیگه ما دو تا دکترا داریم در بخش کامپیوتر ساینس که یکیش هم پارت تایم لکچرر است، و یک بچه دیگر هم من میشناختم کو زیاد در خدیجه می بچانی مقصد یک شرکت خیلی خوب کره ای کار مون ماستری داره در بخش کامپیوتر ساینس. دیگه در بخش لیسانس هم ما چند تا از دوستا داریم امیالی که در واپس یعنی دولت کره ویزاهای مهاجرتی را اجازه داد که بتونن واپس دانشگاه برن درس بخونن، که اینا شروع کردن. دیگه در فعلا خب من و یک دوست دیگه من اینترنشنال دیولپمنت میخونیم. دیگه می یک جمعیتی میتونیم بگیم که 30 نفر تقریبا در بخش اینترنشنال بزنس منیجمنت ماستری داره. یک از دوستای ما در بخش کلایمت چینج اونا لیسانس گرفته بود که حالا واپس میخواد دکترای خود در این بخش شروع کنه، اون قبولی گرفته. دیگه یک خانوم هم در بخش کامپیوتر ساینس هست، خو یعنی دکترا یک 4 5 تا دکترا داریم، یک 30 30 چند دانه ماستر داریم، دیگه یک اونا حدودا یک 10 نفر هم لیسانس داریم. به هر حال با توجه به جمعیت کم هزاره ها در کوریا و قابل توجه هست، اینجا من یک چیزم اشاره کنم که کره جنوبی
همین مثلا یک کشور خیلی کوچک با جمعیت بالا و همه مردم درس خوانده، یعنی کمپیتیشن خیلی بالایه، رقابت خیلی شدیده، همین در جاب مارکت هم رقابت خیلی شدیده، یعنی برای ازی که تو بتانی وظیفه به دست بیاری باید خیلی بخونی و خیلی زحمت بکشی و خیلی تلاش کنی. دیگه از خاطر یعنی کسی که اگه میخوای در کره مثلا، بازم من میتونم بگم به عنوان هزارهای نسل اول ما خوب شروع کردیم در کره، یعنی من شخصا خودم خیلی شرایط اقتصادی و اینا دشواره، لیکن امیال در یک از بهترین دانشگاه های کره مستری خود شروع کردم و درس میخوانم. دیگه همون با مشتلقت کرده رئیسیم با یعنی مسائل اقتصادی و اینا ایناشم، لیکن هزارها خوب شروع کردم اینجا. حالا کودکان هزاره در اونجا، اطفال در اونجا، اونا مجبور هستند، فرق نمی کنه وضعیت اقامتشان چطور است، اینا باید در مکتب برن دیگه نه؟ آه ای کودک ها کستم اومن از یک سالگی میرن آرینی چیپ مگه کودکستان، و کسایی که مثلا کساشون قبول شده و اقامه دارن اینا را پول از او آرینی چیپ که تقریبا امی خانای امی خانای $3,500 مشده ما او را دولت کره میده، کسایی که قبولی دارن. کسایی که قبولی ندارن دمیانشان، خب من دخترم تازه 6 ماه شده و تانوز مانده، یک چند تا از دوستای دیگه ما که هست اونا شخصی روان مونن همونج از صبح تا شب. بازی یک خوبی داره، خوب کودک از صبح تا شب که بره مادرش میتونه بره کار کنه دیگه، باز یعنی درآمدی خوبتری میتونه داشته باشه در پالوی پدر خود، که پدرش هم کار کنه مادرش هم. باز همین هست که ما دخترای ما هم کودکا را که میبینم بعضیشان یک 7-8 ماه شده که در آرمی چی رفتن، یک رقم کوریایی خوب یاد گرفتن که ما در طول 5-6 سال عمر یاد نگرفتیم. یک سوالی که در شما گفتن بیشتر دانشجو به دلیل که زبان انگلیسی این رشته ها، بعضی رشته ها بزنس منیجمنت و کمپیوتر ساینس مثلا به انگلیسی تدریس میکنن، یک تعداد قابل توجهی از هزارها در این رشته ها دارن درس میخوانن و درس خواندن تمام کردن کارشان. با این وجود شما با محیط آکادمیک کره جنوبی آشنایی دارن در رشته های دیگه، آیا در دانشگاه ها و در رشته های دیگه مطالعاتی در مورد هزارها انجام شده یا نه؟ خبر دارن؟ ما ایران نه، لیکن ما در میوزیم رفتم، در میوزیم 4 سال پیش یک کتاب رو پیدا کردم، در بالایش عکسای بت بامیان بود و ما از او زمان یک 6 ماه زبان کره‌ای می‌خواندم، بازی را در استاد زبان کره‌ای نشان دادم، گفتم The Lost Treasure of Afghanistan. بازی مرا گفت تو چطور فهمیدی که گنج‌های گم شده افغانستان ای در کره‌ای این نوشته؟ من گفتم نه، من از پیش خود به انگلیسی گفتم. گفت نه در کره‌ای نام امزه کتاب The Lost Treasures of Afghanistan. ما دیگه امیانی در میپسیم که در مسائل خیلی جدی شدم، مسائل هزار جیمین اینا، ما تلاش دارم که مو کتاب برم پیدا کنم، دمو آنا میزیم برم مو کتاب ما پیدا کنم، که یعنی امو کتاب خود در مورد گنج های بامیان، در بوتای بامیان در بالای امو کورش بود، دمو چی نوشته. دیگه من اطلاعاتی ندارم که مثلا اینا در مورد هزاره ها اینجا استدی شده، تحقیق شده یا نشده. لیکن وقتی که افغانستان سقوط کرد، یک اپورتونیتی در دست ما آمد که ما صدای خود بلند کنیم، و ما خودم وقتی که در پیش وزارت خارجه کره رفتیم که یک تظاهرات خیلی کوچیک هم داشتیم و همهشان نظارگی ها بودیم، ما در منجی با مو رندی و زیرکی که بگیم در مو پیش رسانه ها که خود انداختم، چرا که ما در پاکستان چند نفر اول در مسابقات سخنرانی شده بودم و انگلیسی خوبم بلد بودم، ما منجی اولین گبه که زدم گفتم سقوط افغانستان یعنی برگشت دوباره هزار جنساید است و کشتار زنا و حقوق زنا زیر پای مال میشه و اینا رو من در انترویوهای خود خیلی واضح گفته بودم، در صورتی که کره‌ای ها کل سوالشان می بود که چرا دولت کره رفته 391 نفر از افغانستان اینجا بوده. خب کره یک پیمان امنیتی و چی با امریکا داره، خب باید گواهی زور گوش کنه و منافرهایی که با کره‌ای ها کار میکرد تخلیه میکرد. لیکن من اینجا امو بازیرکی را چی کردم که گفتم نه، شما باید سر از این موضوع چی کنید، و تانیستم که در خیلی از رسانه های از اینا کلی راپور از اینا را مخصوص سر مسئله هزار جنساید ما ببرم
و اونا در این مورد خود راپورار هم تهیه کردن کنم در صفحه فیسبوک خود شیرم کردم، اونا رو در تویتر هم زیاد شیر کردم و از او به بعد امی کسایی هم که از دوستای ما در ایمیگریشن انترویو گرفته بودن امو ایمیگریشن آفیسران اطلاعاتی به اندازه کافی در مورد هزاره ها پیدا کرده بودن و چند پیش امی یک دوست ماست به نام قدرت الله رضایی ای و با یکی از دوستای ما توانستن که با امی سیویل سوسایتی کوریا خیلی روابط خوبی برگزار کنن و امی مسئله هزاره جنوساید اینا اینجی خیلی بالا ببرن و دمی نهادهایی که برای حقوق مهاجرین کار مونه از طریق از اینا امی صدا را بلند کنن که یعنی هزاره ها این تو زیر بار و ستم است، زیر کشتار است و هزاره ها به خاطر که مثلا امی نژاد آسیایی دارن و مثل منگولیایی هستن، چرا که کوریایی ها خودشان با منگولیایی ها هم نژادن و امی چیزا باعث شده بودن که اینا یکم توجه بدن در این بخش و یعنی یک کمتومی آگاهی در این جامعه پیدا شده. در صورتی که شما در نظر بگیرید که در این جامعه مثلا جمعیت خارجی ها خیلی کمه و هزاره ها 250 نفره، لیکن فعالیت های ما خیلی خوب بود که یعنی در سطح کل رسانه های از نا تا رسانه ملی از اینا در اخبار های از اینا ما تانستیم مسئله هزاره جنوساید ما بالا کنیم دیگه. از این به بعد اگر در این مورد من خودم امیالم یکی از کارهای من میه که یکی از اکادمیک پیپرهای خورم مدن بخشی هزاره جنوساید نوشته کنم و در این مورد تحقیق کنم و اطلاعاتی به دست بیارم، چرا که یک 4-5 تا از نهادهای کوریایی در بامیان اینجا کار میکردن. اینا خیلی در کار کرده بودن اونجا، هزاره ها را خوب میشناختن و خیلی خوب هزارگیم بلد بودن امی کوریایی ها و امی کوریایی ها نقش داشتن در 12 نفر دانشجویی که دفعه اول در 2008 هزارگی ها را نورده بودن اینجا. اینا نقش داشتن در اون بخش که باز متاسفانه چند تا کوریایی های میشنری مسیحی رفته بود که اونا رو طالبا گرفتن کشتن. از اون به بعد دولت کره باز دیگه کوریایی ها اجازه نداد که برن به افغانستان، دیگه این فعالیت ها پیش نرفته است، یعنی مطالعاتی انجام نشده. لیکن ما خودم شخصا امی اقدام میخواییم کنم با یکی از دوستای خود که سرمزه چی کار کنیم و دیگه یک از پروژه هایی که امیالی ما سرش کار کردیم امی مسئله دخترای هزاره و دخترای کوریایی است که مثلا در کوریا آمار خودکشی خیلی بالایه، یعنی این در 6 ماه گذشته تقریبا 6000 نفر خودکشی 8000 نفر خودکشی کرده 8000 نفر که خودکشی کرده و در این میان یک آمار بسیار بالایش هم همین تینیجرها و ما ایره بر مبعاد ازی میخواییم مقایسه کنیم که در صورتی که در افغانستان جندر اپارتایت است چرا مثلا دخترای هزارگی و دیگه دخترای افغانستان خیلی تلاش مونن و امی چیم در رسانه ها اینجا خیلی بالا شده بود که با وجود از این که طالبا مثلا آن تحصیل برای دختران من کده چرا دخترای هزارگی درس میخوانه؟ این مثلا امی شخصی امی سوال از من رپورتر ها رو آورده کده بود که چرا دخترای هزارگی به کاج ما رفتن و اینا کشته شدن و ما سر از این پروژه در او کار کده رفتیم که امی یک طریقی در رسانه های ازنا مثلا نشر بده. بسیار عالی. یک ویدئوی کوتاهی را اگه موافق باشن از امو یک گپ و گفت شما با رسانه های یکی از رسانه های کوریایی هست را او را برای بینندگان بگذارم، خیلی کوتاه هست. اما پیش از او یک کوتاه من نظر خود بگویم، شما از سقوط صحبت کردین، سقوط افغانستان به نظر من و تا جایی که میدونم بسیاری خود پیدایش افغانستان که همراه با نسل کشی مردم هزاره و اشغال بخش های وسیعی از هزارستان بود و البته سپس کشتار مردم دیگه و اشغال سرزمین های اونا خودش یک سقوط بود و آمدن دوباره تکرار دوباره دهشت و وحشت طالبانیزم اوج گرفتن او یک سقوط دیگری در سقوط می باشه. شما به خود تلاشایی که انجام میدن اشاره کردن، زمینه های دیالوگ هزاره ها با
جامعه کوریایی چقدر فراهم است و به نظر شما هزارها در خود کوریا و بیرون از کوریا چقدر میتونن کمک بکنن به یک دیالوگ بدون واسطه، بدون فیلتر دیگری و رابطه دیالوگ مستقیم هزاره با جهان کوریایی و در این جهان کوریایی قطعا نهادهای کوریایی، سازمانهای دولتی و غیر دولتی کوریا هم میباشه. اول از همه خب من این را بگم که مثلا این فعالیتی که هزاره هایی که در داخلی کوره کردن، مثلا شخصا من خودم کردم، یک از دوستای ما قدرت الله رضایی و بعد این دکتر سر یعقوب و اینا که انجام داده بودن، من نسبت به هزاره هایی که با او جمعیتی مثلا 50-60-70 هزار نفری و اونا شهروند از او کشور هستن، ما فعالیت خوبتری کرده بودیم. یکی از کارهایی که ما خیلی خوب کردیم، ما یک نامه نوشتیم به هر ریاست جمهوری کردیم. نامه نوشتیم و دوست ما اقبال حسین این نامه را نوشت و یکی از دوستای ما این را ترجمه کرد به زبان کوریایی و ما خودم شخصا این را تصحیح کردم، چون من انگلیسی من کم خوبتر بودم، جایش سعی کردم با این فاینل درافت از این که ما درست کردیم و ارگ ریاست جمهوری کره روان کردیم، در پارلمانش روان کردیم و در وزارت خارجه. و من این باورم نمی آمد لیکن ارگ ریاست جمهوری کوریا با ما تماس گرفت. و یک از چیزهای خیلی خاصی هم که ما در این نامه ذکر کرده بودیم که این دولت طالبا یک دولت قومی و پشتونی و اینا هسته، این را شما هیچ وقت باید در رسمیت نشمارید، رسمیت نشناسید. و دیگه چیزهای هم که ما در داخلش اضافه کرده بودیم و ما فعالیتهای خود انجام میدیم. این که چی رقم ما میتونیم با این جامعه تعامل داشته باشیم و این گفتگو را شروع کنیم، اگر ما اطلاعاتم اشتباه نباشم، مثلا چند سال پیش استاد خلیلی یک دفعه کره آماده بود و اونا با استاد خلیلی یک دکترا افتخاریم به نظرم داده بود یا نداده بود، یک چیزی خوب شده بود در کوریا. و همچنین کوریا مثلا در بامیان یک مرکز فرهنگی درست کرده بود و می سرگی که از بامیان طرف بنده می رفته میرم کوریا درست کرده. به نظرم کوریا ها مشتاق بودن که با هزاره ها رابطه داشته باشن و ما گرم هم همیشه می بوده که روابط ما خوب نمیخوایم که چی کنم، بر اساس مسائل مذهبی بهتر بود، بر اساس مسائل نژادی ما بود و مسئله نژادی را من خودم شخصا در کوریا خیلی محکم گرفته بودم و همه گبای خودم در این مبنا می زدم. و یک چیزی دیگر هم که ما میتونیم خیلی خوب پیش ببریم، مسئله بت پرستی هم کوریا خیلی جمعیت بزرگی بت پرستی دارن و میتونیم که از طریق از اینا در مورد بت‌های بامیان و اینا و اینا تحقیقات صورت بگیره و اطلاعات آدم به دست بیاره که شما در مورد از چی اطلاعاتی دارید و همزی طریق مثلا یک راه اونا، یعنی یک راه یک دریچه باز شو همزی طریق که اینا با او گپ میزنن در این مورد. و دیگه اینان یک از چیزایی که هست، ما جمعیت خیلی کمی داریم در کوریا، مثلا جمعیتی بزرگی نداریم که مثلا ما اینجا 50,000 نفر هزارگی باشیم که ما قبولی داشته باشیم و ما بریم با سیاستمدارای از ما گپ بزنیم و چی کنیم. لیکن ما شخصا کار خود ما کار اکادمی کرد که گفتم پیپر بنویسم و از طریق پروفسورای خود ما بتونم که با ما حتی با یک از نماینده های پارلمان از این وقت گرفته بودیم که باز اونا وقت بگیرم و یک طریقی همین مسئله هزار جنوساید ما در پارلمان کوریا بالا کنم. نه اینا داشتن، اینا همین مسئله محصا و چرا ایران بالا کردن، ایرانی ها چرا جمعیت زیادتری دارن در کوریا، اونا بالا کرده بودن در اینجی. و من همین یکی از مثلا پرایمری گولای مست کمی کارم انجام بدم و ای که جامعه بیرون چی تانه میتونه با اینا مشاکلت داشته باشه و با اینا دست به دست همشه. و یکی همین از طریق مطالعاتی در مورد همین مسائل بت‌های بامیان و اینای بامیان باشه که میتونه یک آغاز خیلی خوب باشه در میان که امزی طریق باز اینا داخل شون و اینجی بهتر بفهمن. خب من اوقدر دیگه چیزایش نمیتونم که مثلا معلومات زیاد اگه داشته باشم هم شاید نباشه درست باشه، ولی از طریق اکادمیک و همزی طریق ها میتونن که داخل شون و اینجی چی کنن. و هزاره هایی که ما در داخل کوریا هستم، شخصا من خودم از خاطر همزی مسائل به خیر رشته خود تعمیل دادم و بعضی از دوستای ما از طریق سیویل سوسایتی خیلی کار کرده میرم، یعنی خیلی پشمو. یکی از کارهایی که ما دمی پیش روی میخواییم انجام بدیم که همین اون سال میخواستیم انجام بدیم، این برگزاری روزی فرهنگی هزاره های
کنار ما دعوت کنیم، نه اینا رو ما دعوت کنیم و اینا ببینن، رسانه های از اینا رو دعوت کنیم و یک نمایش بتیم از فرهنگ خود و از اینا دیگه. سر از این چیزا ما کار می‌کنیم. جامعه بیرون از طریق همین مسائل بت پرستی و بت ها و تاریخ و اینا و اینا میتونن انگیج، کسایی که در این بخش تحقیقات کردن میتونن در این بخش انگیج کنن و داخل شون. البته من یک پرانتز باز بکنیم، وقتی شما میگین بت پرستی هستن در این کسایی پیدا میشن متاسفانه در بین جامعه هزاره نفوذ کرده یا بیرون از جامعه هزاره و اونا با امی شنیدن امی کلمه شروع میکنن حجمه سنگین تبلیغاتی را علیه هزاره ها را انداختن. ولی یک نکته خیلی مهم ایست که به گفته یکی از شاعران مشهور ژاپنی آقای بانیا ناتسوشی که رئیس کانون نویسندگان، کانون شاعران هایکو هم می باشن، که هزاره ها با تمدن و تاریخی که دارن در آسیای میانه در یک مرکز تقابل و یا تعامل تمدن های مختلف قرار گرفته و در پربار کردن تمدن های منطقه و آسیای میانه سهم بسیار قابل توجهی داشتن و مشترکات بسیار زیادی را میشه بین هزاره ها و مردم شرق، شرق دور از جمله کره، ژاپن و جاهای مناطق دیگه پیدا کرد که او باز میشه در برنامه های دیگه مفصل در موردشان گپ و گفت داشت. عرضم به حضور شما نجیب جان، در کره خود تعداد جمعیت کم هست اما خب نشان میده که جمعیت فعال هست، یک داینامیکی وجود داره در این جمعیت که خوب است، بسیار مثبت است. در اونجا نهاد هزارگی هم وجود داره؟ همین جمعیت نهادی رو به وجود آورده یا نه؟ اینجا خب اول خب ای بگم که همین یکی از دوستای ما که سالای پیش آمده بودن که جمعیتشان خیلی کم بودن، بازم ما که بعد از سال 2018 اینجا آمدیم، خب سفارت افغانستان و از طریق یعنی چند تا از پشتونای تجاری که در اینجا وجود داشتن، اینا یک نهادی به وجود آوردن در نام افغانستان، افغان کمیونیتی این کوریا، و یک نفری را برگزیدن که نماینده کل افغانستانی ها باشده همینجی و این بورد که دولت و اینا گپ بزنن، که بازمی مسئله تظاهراتی که شد در دوران همین ورلد هزار کانسل که ایجاد تظاهرات سراسری کرد که در کل جهان از خاطر کشتار دخترای ما در کاچ، باز ما اینجا با اینا گفتیم یک گپ بزنیم، یک هماهنگی کنیم با اینا، یک گپ زدیم و در دوران از این گفتاری که ما داشتیم که تظاهرات را برگزار کنیم، هر شب دایلاگ بود و گفتگو بود، باز همین قطعنامه را که ما گرفتیم از پیش شورای جهانی هزاره، نا گفت قطعنامه را ما را بیتین ما ببینیم، بازی قطعنامه را که دیده بودن، بازی یکی از اینا زیر از او نوشته کرده بود، همون جایی که ما طالبان نوشته که طالبان are responsible for the genocide of Hazaras، باز اونا زیر از این خط کشیده بود که ای شما چرا طالبان را نام میگیرین، نه؟ که باز ما این دیگه بخیر جلالی شدم یک با یک دیگه، باز دوستای دیگه ما کلگیشان هم اینجا بودن، بسیار هم منطقی و هم خیلی ریزیستنس نشان دادن و گفتن، و بسیار واضح خود من میگه و گفتم کسی که میای بیای، کسی نمیایش نه. خب گفتم فردا که می رسانه ها از من بپرسه کمی کشتار و جنایت و اینا چطور صورت گرفته، من چی بگم؟ بگم کی کشته؟ اینا از آسمان کشته شده؟ گفتم طالب کشته، طالب دراو میکشه، سالها کشته. من یک مثالش دادم، گفتم بچه پشتون، بچه اوغو در لوگر بود، در کجا بود؟ در داخل چاه افتاده بود، از ملا یعقوبش گرفته تا انس حقانی رفته بود در روی زمین ششته بود دو سه روز که بچه پشتون از داخل چاه بکشه. بچه هزارگی 30 دانه 40 دانه در مکتب سوخته شهید شد، پدرش از خاطر جنازه فرزند خود رفته بود، طالب میای با سیلی در صورتش میزنه، ای که تو نه تسلیت مگی نه چی مگی نیایش میاکتره، باز یک سیلیم با صورت ازی میزنه. گفتم تو فکر مونی اونا ما زیاد مموره؟ باز اینجی خیلی متجدی شدیم، باز
باسم در روز تظاهرات اونا چند تایشان اونجا آمده بودن، دیگه ما تظاهرات خود ادامه دادیم و همی اونا پیام بسیار واضح رساندیم و یکی از بهترین راپورایی که سر هزار جنوساید جور شده بودم من تلویزیون نریرنگ جور کرده بود که من در فیسبوک خودم شیر کردم و من خودم خبرنگار خیلی زیاد اینفو داده بودم که این رقم این رقم این مسائل هستی چیده، که هدف اصلی ما این بود که خبرنگار از وزارت خارجه کوریا بره سوال کنه که صدای وزارت خارجه بیرون شوه، که ولی اونا موفق نشدن، وزارت خارجه کوریا در این مورد گپ نزد. دیگه من خیلی تاکیدم بود به خبرنگار که شما یا بلو هاوس یا از وزارت خارجه. و همین تظاهرات که صورت گرفت و بعد از این همین یک موقعیت شد بین ما که ما کل دوستا و یکی دیگه با هم بشینیم گپ بزنیم که ما باید شورای هزاره های کوریا را نهادش بگذاریم. و طی تلاش هایی که انجام دادیم ما یک انتخابات بین خود کردیم، یک 5 نفر انتخاب کردیم و در این میان یک تا خانوم هم بود نماینده خانوم ها، 5 تا از بچه ها بوده دیگه، اینا را گرفتیم یک اساسنامه هم نوشته کردیم، کلی چیزهای زیر آماده کردیم و تکمیل کردیم، یک بینک اکاونت هم آنه یکی از دوستای ما گفت ما برای زی جور مانم خوبای دوره ما راجستر میکردیم که بازو در سطح راجستر شدن از او باید یک مبلغی به مثل $5,000 اینام باید ما پرداخت میکردیم و یک نفری که شهروند کوریا ما بود باید او در نام از او راجستر میشد که بینک اکاونت هم در نام از او جور میشد. دیگه ما تا می حدش رساندیم، دیگه در او سرش کار کردیم که می نهاد پایش رو محکم کنیم و راجستر هم کنیم که رسمن باز اعلان کنیم. دیگه می بعد از این واقعه که می جمعیت ما می کم زیادتر شد، باز ما موفق شدیم که می رو تا می حدی پیش ببریم و جور کنیم. بسیار بسیار عالی، به هر حال تلاشی که میکنن قابل قدر است. در کشورهای مختلف دنیا ما در همین گپ و گفتایی که ما در مورد هزارها داریم ذکر میشه، گفته شده که خب حتی در دوره هزارها آمدن و نهادهایی را تأسیس کردن به نام مثلا اوغانهای فلان کشور یا مثلا نهاد مثلا فرهنگی افغانستان، ولی هزاره ها خودشان ایره میگرداندن و یا در اونجا غیر افغان های دیگری غیر از هزاره ها مثل تاجیک ها و ازبک ها گاهی وقت ها هم بودن، ولی حالی کم کم خب نه تنها هزاره ها بلکه دیگران هم متوجه شدن که دیگه در اینجا مثلا اینجا مسئله هویت همراه با نسل کشی فیزیکی نسل کشی فرهنگی هم جریان داره و حذف هویت و تاریخ و فرهنگ هم همزمان و پیاپی داره پیش میره و مهم است که اینا تاکید بکنن بر هویت هزاره و هزارستان خودشان. و خوشبختانه بسیاری از این نهادها هم همون نام نهادشان افغان این رقم یا افغانستان بود، اینا رو در حال مطابق با اساسنامه خودشان در حال تغییر دادن هستند و این خوب است برای اینکه ما هزاره بتونه دیالوگ مستقیم باز و بدون فیلتر افغانی با جهان داشته باشه. بله نجیب جان، من گپ و گفت را زیاد وقت نمیگیرم، کوتاه‌ترش میکنم. سوال من ایست که هویت هزارگی در این جمعیت کم هزارگی نشان میده که مهم است برای هزارهای که در کوریای جنوبی هستن، اما تظاهرات که شما داشتن در کوریا و من دیدم ویدیوهایش را و همچنین نهادی را که تشکیل میده نشان میده که هویت هزاره و هزارستان برای شما مهم هست و این قابل قدر است. آیا هنوز کسایی هستن از بین قوما که خود اوغو و اوغان میدانند اونجا و هنوز اجتناب میکنن از هویت خودشان؟ نه اینجی نیه، یک نفر بود که او را باز دمی اصطلاح آمیانه بودیم که دوستا خیلی بیاب کرد و ما همی تظاهراتی را که انجام دادیم ای بسیار همی تو ناگهانی صورت گرفت، همی شویج چی نشد که همی پرچم هزارستانه که خودت از پایینرایش بودی امیر ما درست میکدیم دیگه، ای کلی چیزای ما یعنی دمی ما اول خب با این جمعیتی کمی داشتیم نمیخواستیم که برگزار کنیم و دومن باید اجازه میگرفتی و در پولیس استیشن فرما و اینا رو پر میکردی. بازی در یک از دوستای ما که دمیال کم یک چند درباز شاید بخی پاسپورت کوریایی بگیره، خیلی کوریایی خوبم بلده، بازمی برار ما نسیم ساحل همی رفت
در او کلی فرما را پر کرد و در نام خود کلی چیزهایش گرفت، اجازه شده در یک شو دو شو بیرا ما کلی چیزها را برنامه ریزی کردیم که کلی پیپرهایش ما پرینچ کردیم، کلی چیزها را جور کردیم، جایم انتخاب کردیم در مرکز ساول، طرف سفارت آمریکا بودی، طرف وزارت خارجه و همونجی باز خبرنگارا را دعوت کردیم. دیگه باز امی ما بسیار واضح امی را صاف گفتیم که این مسئله امو آمینه بگیم شفشف نه دیگه، اینجا صاف مسئله ازارگیسته و دوستام خیلی در این گب بچه هم خیلی محکم هستن، یعنی دیگه هیچ خد سرخشان هستن دیگه گب ترمی، یعنی کسی که در چی نباشه دیگه هیچ با او نگفتو. اولا خود قد ایمانی اگر کسی هم که تو گبای بیزنه هیچ دیگه او یعنی من موشه از قد بیرون موشه دیگه. درسته. حال ما میبینیم مثلا در فضای افکار عمومی جامعه هزاره حساس شده، یعنی شما کسی نمیتونه براحتی به یک هزاره بگه اوغان هستی. اوغان هویتی است که همراه با نسل کشی هزاره پیدا شد و با استبداد همراه با استبداد تحمیل شد بر هزاره و مردم دیگه غیر اوغان به اصطلاح تحمیل شد. ولی در عین حال این نکته بسیار شاید مهم باشه که وقتی که ما این جامعه ای که استبداد را تجربه کرده و تا حتی گاهی وقتا در درون شخص استبداد زده هم استبداد نفوذ کرده، در اینجا لازم است که ما تا جایی که میتونیم از تنش‌های بین خود کاسته و یک دیالوگ سازنده را داشته باشه. ما میبینیم در همین یک دو دهه گذشته میبینیم تعداد هزارهایی بودند که به شدت با هویت هزارگی خودشان مشکل داشتن، اما رفته رفته گذر زمان وقایع دیده جهان را مردم را پرسشگری کردن و به این نتیجه رسیدن که بله این یک حق انسانی هست و کاملا با او مبناهای حقوق بشری و انسانی برابر هست که از هویت خودش به اصطلاح پاسداری کرده، حراست بکنه و کوشش بکنه در نگه داشته از او. به هر حال سپاسگزار از این، خیلی خوب است که هزارها در اونجا از جمله خودتان در اونجا فعال هستین و در این قسمت ها کار و کوشش میکنین. سوالات دیگه هم من به اینجا دارم که بسیار از اینا شاید با توجه به خود جمعیت جوان و که در سالهای اخیر رفتن در اونجا دو دهه و نیم تقریبا و اونا شاید این سوالات عملا موردی نداشته باشه در بین هزارها در اونجا. شما خودتان به عنوان یک هزاره فعال چه سخنی دارن با هزارها در کوریای جنوبی و به نظر شما هزارهای ما در اونجا چه رقم میتونن از محیط و فرصتی که برایشان به وجود آمده بهترین استفاده را برای زندگی شخصی خودشان، مهم است زندگی شخصی خودشان و بعد زندگی جمعی هزاره به عنوان یک ملت استفاده بکنن و از اون شرایط بهترین به اصطلاح استفاده ممکن را داشته باشن؟ اول خب من را بگم که مثلا کره جنوبی اپورتونیتیز و چانس و اینا برای رشد خیلی زیاده، ولی این چانس و اپورتونیتی طوری به دست میاد که تو زبان زیر بلد باشه، یعنی از تجارت گرفته تا سیاست، از سیاست گرفته تا تحصیل و کار و همه چیز بستگی به زبان داره. یعنی که زبان بلد نه، من میشه کسایی که من زمان در پاکستان بودم بچه‌ای که از خارج می اومدن والا ما زبان بلد نیستیم در اروپا کار اینا مرا خنده می گرفت، تو اینا چرا این رقم میگه؟ وقتی که خودم در کشور اومدم با این مسئله خیلی چی شدم. مثلا من زیاتر دوستای ما که در بخش بیزنس منیجمنت ماستری کردن عالی نمیتونن وظیفه خوبی پیدا کنن، اینا زبان بلد نه. اینی که زبان بلد باشی خود پروفسور میگه مرا سیوی تا بیدی که ما برای کار پیدا کنیم، کار دفتری، کار خیلی خوب، مزد خیلی خوب. یک دفعه که کار خوب پیدا تا نیستی ویزه خوب میگیری، ویزه خوب که گرفتی میتونی فامیل خود بیاری، فامیل خود که آوردی باز بعدا میتونی پیشرفت کنی. این خیلی شرایط فرق مونه. مثلا کشورهای اروپایی مهاجر میپذیرفتن
تو که ما رفتی تو در کمپی خیلی لوکس خانه میداد، جای میداد، سالای قدیم و بودن پسین هم که خیلی ها رفتن، ولی این جیو رقم نیه، این جی رای آمدن پناهجویی نیه. تنها رایش هست تو در ویزه تحصیلی بگی. ویزه تحصیلی که میخوای بگی تو باید یک بنک استیتمنت کلان نشان بدی، یعنی ما پول دارم که من در کشور دست میخوام. و بعدن که تو در کشور میایی با جیب خالی زندگی شروع کردن خیلی سخته. و بزرگترین مشکلی در من میال شخصاً خودم، من یک از پروفسورای من رئیس شرکت سامسونگ هلت بود. شرکت سامسونگ، امی موبایل سامسونگ یک اپلیکیشن داره سامسونگ هلت، یادم رئیس سامسونگ هلت بود. یادم خیلی یک آدم خوبی هم بود، چرا که خودش خیلی فقیر بود و در آمریکا دکترا کرده بود، بازینگ آماده بود و حد سی او رسیده بود در یکی از برانچیز سامسونگ و خیلی یک آدم، یعنی واقعا یک انترپرنور دیگه، یک کله داره دیگه، کلمه سی او سامسونگ اینا اینا همیشه تا بالا میشده. باز ای مرا همیشه میگفت که نجیب تو کره ای تا کم بهتر کو که ما برایت کار پیدا کنم. گفت من همیشه 8 تا 10 تا 11 تا 12 تا شاگردای که هر سال فارغ میشه روان مونم به شرکت سامسونگ، از میان از اونها 6 7 نفرشون قبول میشه. یا هم دیگه پروفسورم که مرد بخش ماستری کمک کرد که من در یکی از بهترین دانشگاه کره داخله بگیرم. یعنی زبان که اینا دوستای ما اینجا یاد بگیرن برای اونها خیلی خوب میشه، اپورتونتیز خیلی باز میشه. و دوما دوستا خیلی هایشان باید کوشش کنن که یک لول بالا برن، یعنی از کارهای شرکت و فابریکا و تولیداتی کوشش کنن که کارهای شخصی خودش شروع کنن و دمی پسیم یک چند تا از دوستا کردن. یعنی یک از دوستای ما دمی پسیم، خب ما جمعیت خیلی کمی داریم، یک از دوستای ما دمی پسیم یک فود ترک برای خود واس کرده که مثلا یک آشپزخانه سیار و میره برگر مرگر جار مونه در لب سرک سودا مونه و خیلی درآمد خوبی هم میاره، چرا که کره یعنی 24 ساعت بداره دیگه، یعنی تو در هر جای میتونی که کار و رستوران خیلی خوبی داشته باشی. یعنی همزی مرحله اول کوشش کنن که در مرحله دوم برن زبان یاد بگیرن و کارهای گوناگون تجربه کنن. یعنی در مثلا 4 سال دوستای ما در یک شرکت بودن، با سایه بازو شرکت جنگ کردن، از اونجا بیرون شده بودن، ایران مونده بودن که ما چی کار کنیم، دیگه شرکت ها بودن کار کنن، لیکن نه دیگه ایتو نمیخواستن که برن باز در شرکت کار کنن، یعنی پرایویت بزنس مثل رستوران یا کارهای دیگر شروع کنن. من توصیه من همی بود که زبان خود بهتر کنین و تا پهلویشان کارهای دیگر پیش ببرین، که یعنی ما در هر شعبه نفر داشته باشیم. ما همی یکی از دوستای ما گیدن بخش فابریکا کار پیدا کرد، فردا کسی بیکار نمانده زاره بیرنجی. ما خودم در این شرکت لاجستیکی کار مونم، هیچ دانشجویی بیکار نمون، کلی گیر دراو می جمعورد اونا دراو درآمد میکنه. یعنی ما در هر بخشای دیگه که زیادتر باشیم اما قدر میتونیم دوستای خودت پیش ببریم. من دوست ما دکتر یعقوب چندین دانه از دانشجوها و اینا و اینا رو که پروفسورا گپ میزد از ریسرچ اسیستنت در دانشگاه مفت داخل میکرد، اونا مثلا ماهانه $1000 میگرفت از ریسرچر که پروفسور کار میکرد. اگه تو در دانشگاه کره ای بیای درس بخونی، خب مثلا سمستری $5000 $6000 باید پول بدی، لیکن امزی طریق یادم چند نفری را اینجا آورده. همی تو که ما در هر شعبه ای که دست بزنیم پس میتونیم که اپورتونتی و راه ها را برای دیگران باز کنیم، چرا که اینجی نفر ما کمیم و این نفری که ما کم هستیم با این جمعیت کم خود خیلی سخته که چی شویم، ما راه های دیگر را پیدا کنیم. همی که اپورتونتی زیاد شوه و دوستا قبولی خود بتانند، زبان که بلد باشی قبولی گرفتنش هم مثلا قبولی رو که گرفتی باز میتونی که نفر زیادتر اینجا بیاری در پهلوی تو و جمعیت زیاد شود. توصیه از من برای از اینا میه که زبان یاد بگیرن و کارهای گوناگون باید امتحان کنن، در شغلهای گوناگون برن، در یک جای کلیگیشان نباشن. بسیار عالی. حالا یکی از علتهایی که ما در رمی گپ و گفت ها که به شیوه qualitative semi-structured interview چیز میشه که بتانیم مصاحبه های به اصطلاح کیفیتی اگه بشه چیز کرد درست ترجمهش کرد تقریبا ساختارمند را نیمه ساختارمند را پیش میبریم که بعد بشه یافته های علمی از اینا کشید بیرون. و در اینجا روی بزنس های هزارگی سوال میکنیم که آیا بزنس های هزارگی وجود داره، آیا در سطح مثلا ملی بین المللی فعال هستن، و خود در بسیاری از مواقع ما میشنویم که نه نیست.
و امی که نه نیست برای بسیاری از هزاره ها ممکنی و امیدوار است می انگیزه ایجاد شد و خوالی باید فعالیت کرد. یعنی مهم است، یک عرصه بسیار مهمی است که خودشان صاحب بزنس و کار باشن و به اصطلاح بتونن از این قسمت رشد قابل توجهی داشته باشن. یک سوال من نجیب جان داشتم. خب کره جنوبی در اونجا سطح میانگین آموزش بالا هست، همه تقریبا باسواد هستن و سواد دانشگاهی دارن و همه میتونن به زبان انگلیسی احتمالا صحبت بکنن. در این قسمت مشکلی وجود داره از استفاده از انگلیسی در جامعه کره؟ انگلیسی یکی از بزرگترین چالش های نسلی که مثلا در سنهای 40 سال در بالای، من میتونم بسیار واضح بگم که اونا از صد کسایی که از 40 به بالای یا 35 به بالای، از 100% شاید 98%شان انگلیسی بلد نباشن. یعنی امی جوانا، یعنی نسلایی که مثلا حال دانشگاه تازه شروع کردن یا های سکول میخوانن، اینا خیلی بسیار کم بلدن. چرا که روش تحصیل در ذریع کره جنوبی یکی از بهترین سیستم، یعنی بهترین سیستم تحصیلی در جهان دارن در مبین کلی کشورها، لیکن امید بخش یادگیری انگلیسی نمیدانم برای ایست ایشنز و ساوت ایست ایشنز خیلی دشواره. معنی اینا خیلی در دشواری انگلیسی گپ میزنه. یعنی تو در نهادهای دولتی که بری، در هر جایی که بری، یعنی کس انگلیسی بلد میاد. شفاخانه بری خیلی به ندرت، اما دکترها که کلیشان پروفسور هم دکترها بلدن، نرسا و اینا و اینا بلدش نیستن. یعنی نوشته میتونن، در نوشتار خیلی خوبن، ولی در گفتاری سپوکن انگلیش باز خیلی ضعیفن. یعنی یکی از دشواری ها برای خود من شخصا نمی بوده که یعنی به این جامعه انگلیسی خیلی کم آدم بوده میزنن. شاید علت، یکی از علتهایش همین ملیگرایی و ناسیونالیزم کره‌ای بوده که از رشد به اصطلاح به کارگیری کاربرد انگلیسی در سطح گسترده جلوگیری کرده. نه این خواه است، لیکن یک چیز است که کره‌ای ها هم پدر هم مادر تقریبا 25% درآمد خود سر تحصیل فرزندان خود مصرف مونه. من یک بحثی داشتم با یک از پروفسورهای خود، گفتم پروفسور در افغانستان هر کس وکیل پارلمان یا یک کاری است، اولاد زور اگه ببینی کلاشنکوف در شانهش تاوال میگرد از 22 کس به سرک گشتن میکنم. گفت لیکن من شما را که میبینم، خود از اون میگفت من دخترم در یکی از بهترین مکاتب کوریا درس میخوانه که برای پیسخوشانه، که باید مثلا یک سال 365 روزه او باید در یک سال 100 دانه کتاب مطالعه کنه. یعنی گفت او قدر اینا سر فرزندان سر تعلیم و ایناش کار مونه که یک دختر و یک بچه کوریایی صبح ساعت 7 بجه مکتب میره، 9 بجه از مکتب میایه، از 9 بجه تا ساعت 11 بجه یا 12 یا حتی تا یک شب اینا چی میرن؟ کورسای شخصی، که باز دولت به این پسین گفته بود که کورسای شخصی کلیگش باید 11 بجه بسته شود. خیلی سر تحصیل اینا کوشش مونن، ولی نمیدانم که خب کشورهای کاپیتالیستی است و نظام بخش اینایش یک طوری است که انگلیسی مینا خیلی پول مصرف مونه. یکی از کارهای خیلی خوبی برای کسایی که انگلیسی بلدن، مثل کشورهایی که انگلیسی زبان نتیویشان هستن، در کوریا من انگلیسی درس میتن، امریکایی ها و اروپا، بعض انگلستانی و استرالیایی اونا، کانادایی ها من اینج انگلیسی درس میتن. لیکن اینا مثلا شهر پوسن در طول چند سال $15 بیلیون سر انگلیسی مصرف کرده بود، لیکن هیچ تأثیری نمود. $15 بیلیون یک پول خیلی بزرگی هم هنگفتی هم، لیکن هیچ تأثیری نموده بود که اینا بدن سروی کرده بود، دیده بود که نه هیچ تأثیری نموده به یادگیری انگلیسی در سطح شهر دیگر. اینا خیلی کوشش مونن، ولی همین ساوت ایست ایشنز، من ویتنامی ها، تایلندی ها، فیلیپین خوب انگلیسی زبانش هست، و ای دیگر هار که باشان حرف میزنیم انگلیسی درست مگه خیلی سخته. حتی چینایی ممثال چند تا در کلاس هم مگه نه انگلیسی خیلی سخته زبانهای دیگر، ولی مثلا زبان ژاپنی بلدن، چینایی را در مکتب اینا را درس میدن، اونا را بلدن یکم تون. چرا که در مکتب که درس میخوانن یا زبان چینایی یا زبان ژاپنی را باید یاد بگیرن در پهلوی انگلیسی، لیکن از انگلیسی که در چینایی یا ژاپنی را خوب بلد. بسیار خوب، چند سال کوتاه دیگه نجیب جان، پیش از اینکه
خداحافظی بکنم. در کوریا یک کشوری هست با توجه یک اشاره به تاریخی کشور کردن جنگ های که در کوریا اتفاق افتاده بود. کوریا به عنوان کشوری که تحت اشغال بوده، شاهد جنگ های گسترده ای بوده، در جنگ جهانی مشارکت داشته، به نوعی جنگ بین کره اتفاق افتاده، کشوری که عملا به زمین خورده بود و دوباره به پا خواست و امروز کوریا یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان هست. حداقل مثلا ما در زمینه صنعت همین روی مثلا تکنولوژی همین روی میز ما مثلا چیز از محصولاتش هست، از کوریا هست. میبینم که در خب در زمینه‌های مختلف موتور مثلا کار میکنه، رقم مثلا در تکنولوژی و صنعت جزء پیشتازان هست و در عرصه دولتداری یکی از دولتداری الکترونیکی یکی از پیشرفته ترین کشورها هست، در کنار کشورهای مثل بریتانیا، دنمارک، کانادا جزء پیشرفته ترین کشورها می باشه و یکی از بنیانگذاران دیجیتال نیشنز هم هست. این ملت به زمین خورد، باز برخاست و در خودت تانیس منظم بکنه، منسجم بکنه و به پا خیزه. به نظر شما هزاره ای که از سوی هزاره هستن و او تجربه های تاریخی، دردها و جنایات سیستماتیک هزاره آمده نسل به نسل و ما تجربهش داریم و جنایات جاری در علیه هزاره را میبینیم، هزاره را در یک نقطه ضعیفی از تاریخ قرار داده، شما در و این را شما میفهمین، درک میکنین و شما در کوریا هم هستن، ملتی که به پا خواست و شد یکی از تبدیل شده به یکی از پیشتازان در جهان، شما به عنوان هزاره‌ای که هر دو رو می‌بینن چه توصیه‌ای دارن؟ از این چه درسی میشه برای ملت هزاره و هزارستان گرفت و شما او رو نکات مهمه درس‌ها چه چیزهایی هستن؟ اینجی اتفاقا امی هر لحظه زندگی از من یک اپورتونیتی بوده، من یک چیزی نو از این مردم یاد بگیرم. ما با می پروفسورای خود اتفاقا یکی از کارهایی که میکردم در دوران که در لیسانس بودم و همین الان که مستریخ شروع کردم، ایجاد رابطه با پروفسورایم بود. ما با اونا میششتم، همین مسائل هزارگی و مشکلاتی را که ما داشتیم قصه میکردم. همین پروفسور من که از دانشگاه واتن دکترا داشته، واتن بزنس اسکول از یونیورسیتی پنسیلوانیا، یکی از پالیسی میکرای کوریا بود، خیلی یک آدمی فهمیده بود و می با ما همکاری کرد که من سر خودم اینجا بیارم و در مورد تحصیلات من خیلی با ما همکاری کرد. من با یکی میششتم گپ میزدم، این طرف من یک روز سعی کرد گفت نجیب، گفت ما و شما خیلی شباهت ها داریم، لیکن من تو را یک گپ میگویم که امی که کوریا پیشرفت کرد، گفت ای بستگی در این نداشت که آمریکا چقدر ما رو کمک کرد و ای چی کار کرد و ای چی کار کرد، این بستگی به تلاش و کوشش مردم کوریا داشت. مردم کوریا واقعا زحمت کشن، یعنی اینا یک لغت داره در نام پلی پلی. پلی پلی یعنی تیز تیز کار کنید، یعنی تو که دمی سری کار بری همین میگه پلی 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 داره و تیز تیز کار کن. ما والا آماده بودیم قدر اصاب ما خراب میشد، لیکن نمیانی ما یک رقم پلی پلی کار میکنیم که خود رئیس میگه نجیب جان یک هم مایسته کار کن. چرا که ایره ما پذیرفتم. ما در کشاورزی ما رفتیم کار میکردیم، مادر بزرگ کوریایی، امو کوریایی هایی که مثلا از جامعه پس ماندن و صاحب فرزند نبودن و اینا خب دست نظام کپیتالیستی اگه در رشد مونه اگه در پس هم مونه، باز اینا میامدن. خانومی که سن 75 ساله یک رقمی کار میکرد که ما پیش ازی کم میامده در کار، یک خانومی 75 ساله. این یک چیزی خیلی مهم، اینا واقعا خیلی تلاش مونن، یعنی واقعا تلاش مونن کار و زحمت و کمر کار ده. دیگه دو همین مسائل ملی از اینایه، همین مسائل پرچم و فلگ و همین مسائل کوریایی بودن از اینا. حالی مثلا ما گفتم که اینا از IMF پول قرض گرفته بودن، همین مردم کوریا گفت این برای ما ننگ است که ما از IMF قرضدار باشیم.
کلیشان طلاهای خود سودا کردن. و سومن این چیز ما در فیسبوک کاظم کاظمی خواندم، مشاور ما در ایران، او گفته بود یک تحلیلی کرده بود که چرا هزارگی ها مثلا رو به تحصیل آورده. اگر چیز متوجه باشین خب کل زمین سرزمین های حاصل خیز و کل زمین های خوبی ما رو خست پیش ما در طول از سال های اوغاناخ گرفتن، حال هزاره ها رو در شاخ کو بالا کردن. کرم یک شاخ کوه، اینجی هیچ نوع نچرال ریسورسی وجود نداره بجز هیومن ریسورس، منابع بشری. اینا واقعا در کشورها که رفتن درس خواندن، اینا خیلی سرزی کوشش کردن. و من یکی از توصیه های ممی بود که مثلا ما زمانی که سعی میکردیم در دوره جنبش روشنایی ما در باد سیاسیش نمونیم، خیلی هزاره ها کمک کردن از استرالیا و از اروپا و پول جمع کردن، یک نوع هماهنگی خیلی خوبی صورت گرفته بود برای جنبش. من امیال یکی از ما گفتم در یک سطحی برسیم که آدم یک کال داده بیتانه، یعنی ما بتانیم که پولی جمع آوری کنیم یک کاری محصلین هزاره را در اینجا بیاریم که در اینجا بتانن اینا درس بخوانن. امینا که در اینجا بتانن درس بخوانن خصوصا در عرصه تکنولوژی و در عرصه کمپیوتر ساینس و اینا و اینا کره حرف اول هم میزنه در جهان، این میتونه ما را خیلی پیش ببره. و در اینجا ما خیلی چیز از اینا میتونیم یاد بگیم. یک نمونه ما بگم برای شما، مثلا تو ما با او تاریخی که داریم در افغانستان، خب بوتای بامیان ما را از بین بود تاریخ، او یک دولتی بود یک دوغه اوغانی اینا که من خود و ملت یمی که انترنشنل دیولپمنت میخوانم همی پالیسی های غلط از اینا بود که سالها هزاره ها را فقیر بانیم. مثلا تو در کره که بری در یک شهرش، او شهر مشهور در غذایه. فکر که تو در بامیان بری، در بامیان چی مشهوره؟ مثلا فکر که در بامیان خورتی مشهوره، یک نمونش بزنیم. اینا یک میزیم ساختن برای امزو غذای خود. خارجی ها که مورن در اونجی در سر از او جور مونه، در سر از او پخته مونه و از در واپس در خود از او خارجی او را مفروشن. یعنی از هر چیز خود اینا یک نمونه ایجار کردن، یک میزیم ایجار کردن، یک اما تاریخ خود نگذاشتن که از بین برن. اینا را خیلی ما کم گرفتن. مثلا در دوره که اینا کالونی ژاپن بود، ژاپنیا از دخترای کوریایی با عنوان برده جنسی استفاده میکرد. من همین ویدیو را که شما ماندین که منجی گریه کدون، من گفتم شما درد از این دخترای کوریایی را که با عنوان برده جنسی طرف توسط ژاپنیا استفاده میشد، گفتم این را صرف یک کوریایی درک مونه. اونا را در انگلیسی comfort woman مگن، یک ترم اینا برایش جور کردن. و گفتم امی درد کشتار هزاره ها را فقط یک هزاره درک مونه. ای که گفتم من جی گریه کدوم در استودیو، از خاطر از این گریه نگدم که خود در بیابیده، گفتم این صرف و صرف گفتم آه و ناله از اون مادر اگه شما بشنوین، گفتم واقعا گفتم اگه تو زبان از اون مادر بفامی گفتم گریه مونه که چرا گریه مونه. و اینا خیلی ماکم گرفتن تا اینمین روز ژاپن او کشور با او قدرت، با او قدرت اقتصادی. اینمی کوریا یگان نفر که میگه ما بایکات میکنیم برندهای کوریایی ژاپنی را، مثلا یونیکلو برند ژاپنیه، اونم را که بایکات کرده بود کل دکانای یونیکلو در ژاپن بسته شد. در کره این زمین چی از کره در ژاپن که بری یک سادم رانی در تاره هیچ کس نمورا کره ژاپن. این قدر اینا اتحاد دارن بین خود. صرف و صرف کل قضیه از اینا چیه؟ اون مسئله کمفورت وومن که ژاپن باید در سازمان ملل از ما بخشش بخواد و غنیمت بپردازه، ولی ژاپن نمونه. لیکن این ناس سر اون زمو خیلی محکمه، یعنی هیچ معامله ای نمونند اون معامله، هیچ گذشتنیم نی از اونا. در صورتی که ژاپن از اینا که در خیلی بنا اقتصادش خوبتره و در سالهای پیش خیلی خوبتر بوده، لیکن اینا بالا آمدن. یک زمان اگر یادتان باشه کلی تلویزیون ها سونی یا پناسونیک بود، ولی کلی الژی و سامسونگ شدن. خب اینا بالا رفتن، تلاش کردن، کوشش کردن، زحمت کردن، واقعا قدر زحمت میکشن و تلاش میکنن. و من با این پروفسورای خود که گپ میزدم، اون میگفت نه پالیسی ها مهم نیه، تلاش و کوشش مهمه. اگر تو در مترو بری بشینی، یک آجگگ کوریایی قدش خیلی پایینه، یک کسی که سنش 40-45 ساله قدش از او کده یک فوت کلانتره و یک جوانی که 20-25 ساله قد از او از ای کده کلانتره. یعنی نسلی اول از اینا بعد از جنگ
خیلی زحمت کشیدن و این نسل دیگه شانم خوب اینا راحتن حالی که قدایشان رشد کردن و اقتصاد خیلی خوبی دارن، خوب غذا مخورن و خوب چی مونن و می برای خود نهادهای ملی جور کردن هر چیزی. مثلا اینا به چیز بگویم یک شرابی خاص از خود دارن به نام سوجو، یعنی هر شرابی گران قیمتی که باشه کره ای نمیخوره، اون از خودم میخوره. یا مثلا اون یک پروداکتی که باشه یک چیزی باشه صرف اون از خود سرش چی دارن، برای خود همون چیزا رو جور کردن و برای مردم خود فاماندن که همیشه هم رو استفاده کردن. من یکی از چیزایی که خیلی خوشم میامد در پاکستان که بودم HDP امروزی فرهنگی هزاره ها یا روزی آنها چی را که اینا نهادی نکده بودن همزون چی که کم 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 میده کل جهان چی شد. یعنی ما باید از گوشه آغاز کنیم نه همی چیزا را. من این چیزا را از اینا یاد گرفتم به اینجا، یعنی اینا واقعا تلاش منن کوشش منن و همی برای خود مثلا از چی بگم دیگه نشنل پراید برای خود هر چیز جور کردن، غرور و چی ملی برای خود ساختن و خیلی هم از روی حفاظت مونن، یعنی هیچ در سر از اون نگوشیشن و یا چیزی نمیمونن، رد نمیشن از اون چیز yeah. و دیگه توصیه از من میه که هر کسی اگر بتانه در می کشور اونا بیاین از طریق تحصیلی درس بخوانن، حال خود سفارت بسته یک راه ایران خوب باز از اونجا یک راه هایی هسته که موشه به اینجی در اینجی بین درس بخوانن، هم میتونن قبولی اینجی را آسان بگیرن و هم در تحصیلات ارزانه و هم اونا مواقع کاریشان هم زیاد است و هم میتونه که خیلی پیشرفت کنه. یعنی حال اروپا و اینا کده از او کده رو به شرق اگر ما بیاریم خیلی خوبه، یعنی کره خیلی اهمیت داره به این مورد. بسیار تشکر، نکات بسیار جالبی بود. خب جمعیت قابل توجهی از ما مردم در دنیای غرب زندگی میکنن و ای خود لازم هست که هزاره ها دیالوگ مستقیم بدون واسطه با جهان غرب هم داشته باشن و همچنین شرق هم اهمیت خاص خودش داره، کشورهایی مثل کره، ژاپن و خب ما پیوندهای خاصی هم داریم با دنیای شرق که متاسفانه عوامل و عوامل مختلف اهرمای مختلف باعث شده که توجه ما به این سمت کمتر باشه و امیدوار هستم که از این پس یک توجهی هم به دنیای شرق داشته باشن هزاره ها که چی رقم دیالوگایی را با او جهان برقرار بکنن. نجیب جان در آخر اگه گپ و سخنی داشته باشی بگویی و دیگه بیشتر از این دیگه مزاحمت نباشیم و در آینده به خیر گپ و گفتی بود حتما در خدمت امیدوارم باشیم. من یک پیام داشتم که مثلا شخصا نمی زندگی شخصی خودا که من در کوریا دیدم، روزی که ما در کوره آمدیم من در جیبم $200 بود، رای خود گم کردم، یک تاکسی گرفتم $150 رو شد. من زندگی خود در کوریا با $50 شروع کردم و بعد از مثلا 5 سال ما عروسی کردم، همسر خود آوردم و همچنین در یک از بهترین دانشگاه از نام ماستری خود شروع کردم. هدف من از گفتن از دیگه بیه که امی جوانای ما که از اینجی من میبینم در سوشل میدیا اینا زیاد میبینم که در تیک تاک یک بحث های بیهوده و اینا را راه انداختن که واقعا بجز نفرت و وقت گذارن وقت ضایع کردن دیگه هیچ چیزی حاصل نیست. اولین چیزی که رفتین کوشش کنین که سر از مسائل تحصیلی، چرا که چانس و اپورتونیتی تحصیلی در غرب خیلی زیاده، سر از خیلی تلاش کنین کوشش کنین. روزای سخت است، ما رفتیم کشاورزی کردیم، کچالو چندیم، مرچ چندیم، افتاو زد ما رو سوختیم، سر کلاس ما رفتیم مثلا شاگردای کوریایی سعی میکرد میگفت چی شده، چرا اینقدر سیاه شدی یا چرا اینقدر خفتایی یا چرا اینقدر خم. لیکن این روزها میگذره، لیکن تلاش و کوشش خود ادامه بدین و تلاش و کوشش که ادامه دادین آخر در یک جای میرسیم. و دو، منم کسایی که قبل مرا میشنوا و همچنین از خود شما تقاضا دارم، آقای میرحضر، من با یک چند تا از دوستای دیگه هم که حرف زده بودم، در علاوه از این ما اگه بتونیم که خب آلی دوره تکنولوژی و اینا یک چینل کمیونیکیشن بین نخبه های هزاره در کشورهای مختلف اگه ایجاد کنیم، نخبه های اکادمیک، سیاسی رو نمیگم، اکادمیک رو میگم، که ایجاد کنیم
که از این طریق همگی با هم کنکتید باشه و ما بفهمیم که مثلا چی اپورتونیتی های تحصیلی در این کشورها وجود داره و چطور میتونیم که ما دخترها و بچه های خود در اینجا بیاریم از طریق بورسیه ها و اینا. این مثلا یک نفر یک بورسیه را شیر میکنه در یک پیجی، تو اگر داخل از بوری معلومات از رو بخونی به خیلی آدم خدایش گنگس میزن، هیچ نام فهمه که چیکار کنه. لیکن کسایی که رفتن درس خواندن و بودن میتونن راه های خیلی را آسان و راحتش برای دیگران نشان بدن که در این موقعی که ما قرار داریم از این خیلی بهتر استفاده کنیم. همین گپ ما بود با پیام ما. سپاسگزار. انگیزه و او موتیویشن شما بسیار عالی هست. ما خود مت انرژی گرفتم از اون چیز گپی که شما زدین، خیلی کمک میکنه به من. یک چیز دیگه ببخشید اضافه کنم. امین که مرد پیش وزارت خارجه کوریا که مسئله هزار جنسال را که بالا کردم که بسیار اونتا جذباتیش ده بودم که سخنانی میکنم که مثلا we have been killed and massacred for the last century، یعنی اینتو بسیار چی میکنم توجهی را که جلب کرد و امو اپرچونیتی که در دست آمد، من امو برای را ایلا نکردم، ما کم گرفتم و هر جای با وجود از اینکه ما مشکلات اقتصادی داشتم، اگر هر روز برای اینترویو مرفتم مرا رئیس کار مستر کار مرا جواب میداد میگفت برو ما دیگه کارگر میاریم، لیکن من میرای خود ادامه دادم. در پهلوی از اینکه زندگی شخصی در هر کس از خود زندگی اکادمیک داره، هیچ وقت ما باید مردم خود قوم خود از یاد نداریم. هر کسی به هر پهلویش که یک فعالیتی بتانه که یک کاری کنه که به درد مردم ما بخوره، مردم من ما هزارها، یعنی باید از این دریغ نکنه. ایتو نشه که مثلا امو مثال قدیمی که خری ما از اوترش در مدقه هم دیگاه نباش میگه در دوستای ما در کوریا میرقم بود که من در زور و نارکش کده پیوردم موزم دیگیر ترجمه کده کوریایی که ایره ما در رسانه ها نشان بتیم، نه ما کوریایی بلد نشتیم. باز امی باید همه ما چی زندگی شخصی داریم، زندگی اکادمیک داریم یا تو هر چیزی داریم، در پهلویش باید قوم و مردم خود از یاد نبریم که در چی حالتی ما در او قرار داریم و چی کارهایی میتونیم برایشون بکنیم. بسیار خوب، سپاسگزار. بله، امی امیدوارم بینندگان ما هم که عالی میشنون ایره و بعدا میشنون گپ و گفت را ایره در ذهن داشته باشن که بسیار مهم است که اگر میخواییم از کنج ضعیف تاریخ خارج شویم و دوباره تبدیل شویم به یکی از ملت‌های تاثیرگذار در منطقه و جهان، که به نظر من هزاره اگه بخواه میتونه مو اراده را به دست داشته باشه میتونه تبدیل شود به یکی از ملت‌های تاثیرگذار در جهان. لازم است که همه ما دست به دست هم دیگه بدیم و تلاش بکنیم برای و چی رقم تلاش بکنیم. گاهی وقتا خب گپ زدن در مورد زیبا هست گاهی وقتا، ولی کلگویی است. خب به هر حال تلاشایی را خب میشه کرد. حالا یکی از تلاش ها میتونه دیجیتال هزارستان باشه که یک جهان خاصی هست. نجیب جان در کره جنوبی هست، یکی از پیشرفته ترین کشورها در زمینه حکومتداری الکترونیکی، ای گورننس، و میدانه درک میکنه که چقدر اهمیت داره دنیای دیجیتال. خب هزارها هم در یکی از طرح ها میتونه باشه که بخیر ای آهسته آهسته ای کارها رو میکنه. مهم است که نگاهمان بلند مدت باشه، احساساتی نباشه، ایموشنال نباشه، واکنشی نباشه، بلکه استراتژیک باشه، با برنامه باشه و بتانیم بعدن وقتی که برنامه میریزیم و کار میکنیم نتیجه شیر هم بگیریم و دقیق لمس بکنیم و پیش بریم و تغییر بدیم شرایط خودمان را. سپاس نجیب جان عزیز از اینکه همراه ما بودی. معلومات خیلی خوب در مورد هزارها در کره جنوبی بود. اگر گپ و سخنی باز هم هست در خدمت هستم، اگر نه که خداحافظی بکنم. ولی در برنامه های بعدی هر زمانی که مسئله مهمی بود خودت احساس کردی و یا احساس شد که نجیب جان باید بیایه، و حتما خوشحال میشیم که نجیب را داشته باشیم در برنامه های آینده هم. بله، تشکر. زنده باشین. سلامت. خداحافظ. بینندگان عزیز از شما هم بسیار سپاسگزار که حدود 2 ساعت میشه همراه ما هستن،
و خدایارتون اگر علاقه دارن به این برنامه‌های چنینی روی یوتیوب برن و سابسکرایب بکنن و شریک بکنن با دوستان آشنایان و فامیل و خودتان این کانال را. امیدوار هستم که روز و روزگار خوبی داشته باشن و خدا یار.